أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين محسنین عزیز اساتید گران ارج رئیس محترم مؤسسه دستگاه عالی آسیا مهمانان عزیز انجینر صاحبایی که از ادارات مختلف اینجا حضور داریم خدمت همه شما السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات به نام سیرت معاون علمی مؤسسه دستگاه عالی آسیا با ارائه یک سمینار پیرامون شناخت زلزله و عوامل پدید آورنده زلزله خدمت شما قرار دارد. مبحث زلزله یک مبحث خیلی کلان گسترده و همه شمول هست، از ابعاد تخصصی گرفته تا ابعاد اجتماعی تا ابعاد روانی همه در بر میگیره و در جای جامعه اثرات و تبعات خود به جای میگذاره. پرداختن به تمام مباحث پیرامون زلزله به واقعیت هم یک مسئله بسیار دشوار، سخت و بسیار زمان بعد روی از این اساس بکوشش کردم در این سمینار مباحثی که مربوط به ماهیت زلزله و این که در هرات چه اتفاقات افتی، چرا هرات به این حالت قرار گرفت، روی از اینا بحث کنیم و ساختمان ها و بعض برنامه ها روی دست داشته باشیم، پیشنهاد ارائه کنیم و در آخر اساتید گوهروار پانز ایریدین در کران ما هستن پیرامون یکی دو تا مسئله در حد 5 دقیقه با شما صحبت های خواهند باشه. همه به جریان هستیم که حدود ساعت 11 صبح بود 15 میزان 1402 یا 7 اکتبر یک زلزله عظیم شهر هرات و پیرامون از اون تکان بود. همه مردم سراسیمه شدن. موضوعی بود که تا به حال در هرات کم پیشینه بود. ما از 1200 سال و اندی به این طرف اهل هرات آرام بوده و روی از این اساس مردم با قاموس زلزله و هرات نشینان به حوزه غرب افغانستان با قاموس زلزله و قاموس زلزله کم آشنا یا ناآشنا بودن. در خیلی از کشورهای زلزله خیز متعلمین وقت به مکتب میرن برای از اونا مباحث مربوط به زلزله و تمام مسائل ایمنی تدریس میشه و چون پهنه هرات آرام بوده یا به هر عوامل این موضوع خاموش بوده کسی پیرامون از این صحبت نکرده، حتی معلمین ما در مکاتب با اصول و ایمنی در مقابل زلزله کم آشنا بود. روی از این اساس و با تمام ابعاد از این مسئله باعث یک دلخوره عجیب شدید برای عموم مردم شد و فضای باز حضور پیدا کرد. با حدود 1.5 ماه تا 1 ماه هنوز مردم ادی داخل فضاهای باز بسر از سقف حراسی ایجاد شد. روی از این اساس آمدیم که ما مباحث زلزله در این سمینار رو بس بگیریم، چه عوامل پشت از این زلزله بود، چرا پهنه آرام هرات یک دفعی به یک پهنه نارام مبدل شد، چرا ساختمان ها ضعف سازی نشون دادن که در سلاید بعدی ما شما روی از اینا بس میکنیم. دلیل زلزله های به همه هرات چه بوده میتونه باشه؟ آیا زلزله ها قابل پیشبینی هستند که اخیراً یکی از دانشمندان غرب باعث دلخوره‌های شدید برای مردم هرات و مردم افغانستان شد و گویا با پیشبینی‌های دقیق از اون نمیدن و در ساعات مشخص و با رشته‌های مشخص زلزله‌های صورت میگیره و عموم مردم هم که چون با کلیت و ماهیت این مبحث به آشنا بودن بناچار باور میکردن و این بیشتر باعث ترس و استرس و ایجاد وحشت و رعب در بین مردم شد و چرا بیشتر ساختمان‌های شهر هرات و مولسپدی‌های هرات ضعف سازی نشان دادن؟ آیا زمین کم کم به آرامش خواهد رسید و مردم با ساختمان‌های معیوب چی تعامل کنند و چه راهکارهایی برای کاهش خطرات ناشی از زلزله‌ها در هرات که احتمالاً در آینده‌ها ما داشته باشیم وجود دارد؟
این با شما خود زلزله یا ارتکویک یک شناخت پیرامون از اون پیدا کنیم، بعض اون بین خود شما کم کم به سمت بعدی شناخت زلزله و عوامل از اون. زلزله عبارت از تکانهای زمین هست که از اون منشأ میگیره در نتیجه برخورد پلت ها و یک سری عوامل دیگه که رو در آینده با شما بحث میکنیم، باعث تکانها در زمین، انتشار موج در ساختارهای جیولوژیکی و داخل سنگ ها میشه و نهایتاً به سطح زمین میرسه. به سطح زمین که رسید تمام عناصری که روی سطح زمین باشه به نحو اونا متاثر میشه. ما برای تولید امواجی که زلزله ایجاد میکنه دو تا علم داریم، یکی بحث سایزمولوژیه که حرکات طبیعی بحث میکنه و یکی هم بحث سایزمیکه که زیادتر امواج مصنوعی بحث میکنه، مثل یک موتر بزرگ یا با توناژ بلند از کنار خیابون تیر میشه، شیشه های ساختمان گزگز میکنه. یک موجیه که یک لرزه بسیار خفیف میده به صورت مصنوعی که شیشه ها یا عناصر ساختمان متاثر میشه. تا یک انفجار شدیدتر، تا یک انفجار فوق شدیدتر مثل موبای هسته، اینا میتونه امواج مصنوعی خلق کنه و نهایتاً باعث ایجاد لرزه بشه. اما در مجموع زلزله هایی که اتفاق میفته در سایه سایسمولوژی مطالعه میشه و وجودت طبیعی رخ میده که در آینده ما شما میهم روی از اون بحث میکنیم. زلزله وقتی اتفاق میفته این یک بلاک ثابت زمین بوده که در همین قسمت دچار شکستگی میشه. وقتی دچار شکستگی میشه یک کتله حرکت میکنه و این به ایسم یک شکستگی ایجاد میشه در جایی که لاکت شده کتله، کتله قلوب میشه و یک دم خطا میخوره. در همین یک موج ایجاد میشه که به نام هپی سنتر میگن و این میره به سطح زمین، تلاقی عمود از اون به نام اپی سنتر را میکنن که به صورت موج پخش میشه به سطح زمین و عناصر سطح زمین را تکان میده و متاثر میشه. که اگر دوست ما همین فیلم را بشه پلی بکنن، اگر بشه با سلادهای بعدی داریم سه یتیم کنیم با سلادهای بعدی ما به شما داریم. خب امواج طبیعی سایسمولوژی، امواج مصنوعی سایسمیک، امواج طبیعی سنگ ها به این حالت ببینه یا از این سمت حرکت کنه به این حالت ببینه تکان میده و حرکت میکنه. البته یکی از امواجی که باز بعدا ما شما امواج دیگه میخونیم یا انفجارات هسته ای که 1965 بود تجربه از جهان داشت که آمریکا به ژاپن زنگ و برای زلزله عوامل وجود داره. عوامل متعدد در پس زلزله ها وجود داره که ما 6 تا عامل اینجا اولیت بندی کردیم. یک عامل دیگه هم که بحث های که آقای فرانک آلو میگه بچه هم میکنه اونم بحث میکنیم سال دوباره تیر کنیم که این هم باز هر کنه آزین رو ترزی داده شد. خب یکی از عوامل اصلی برای زلزله، زلزله های شدید و خطرناک در اثر حرکت و تصادم کتله ها در اعماق زیاده که بیشتر با عمقای 300 تا 700 کیلومتر. کتله ای که میبینیم کتله هنده، این کتله کتله آسیای شبیه سازی شده، اینا دارن به هم نزدیک میشن. در هر مرحله که نزدیک میشن دیدن زلزله های اتفاق میفته. این ویدیو در طی 70 میلیون سال شبیه سازی شده که در 2 دقیقه شبیه سازی کرد. برخورد از اینا باعث ایجاد ساعات بلند میشه، کوه ها ایجاد میشه. بام دنیا یا قله اورست در کوههای هیمالیا در نتیجه برخورد پلت هند که به پلت آسیا خورده و نهایتاً با هم دیگر یک جا شدن، قبلا بین از این اقیانوس یا بحر بوده، طی چند صد میلیون سال به این طرف اینو برخورد کردن، بالا آمده و امروزه در نتیجه این همین جوانترین حرکت زمین که ما شما شاهد از این در این فیلم، بلندترین قله دنیا به قله اورست تقریبا 9 کیلومتر از سطح بر اتفاق افتاده، طی میلیون ها سال برخورد ایجاد در هر مرحله از برخورد زلزله ایجاد میشه. یعنی هر گامی که نزدیک میشه زلزله. حالا شما سعی کنید طی 700 یا 70 میلیون سال چند تا زلزله باید رخ داده باشه. تعداد بی نهایت زلزله اتفاق افتاده تا یک این فرایند ایجاد شده. پس اصلی ترین عامل برای ایجاد زلزله ها که زلزله های خیلی خطرناک رو میتونن خلق کنن برخورد حرکت پلت ها و برخورد از اونا یکدیگر که در اعماق زیاد باعث آزاد شدن یک انرژی فوق العاده بالا میشه. این انرژی خود به شکل موج میخواد تخلیه کنه.
و این موج با یک سرعت سر سماوره که حالا در سلاده بعدی و از اون میپردازیم حرکت میکنه میه به سطح زمین. به سطح زمین که رسید حالا هر پهنه ای که در نظر داشته باشه تحت تاثیر قرار میده. از نقطه ای که زلزله آغاز بشه 105 درجه موج میه به سطح زمین. این همون ساحه که به سطح زمین برسه ساحه اصلی تحت پوشش زلزله که شدیدترین لرزش ها در اون ساحه و از اون که بگذره منطقه سایه میشه که ارتعاشات و امواج قدرت رو از دست میدن، کم کم تخلیه میشن و آرام میشن. مثل زلزله اخیری که در هرات شد از زندجان مرکز از او بود تحت زلزله 105 درجه میه به سطح زمین. حواشی هرات را انتقال داد که خسارات در هرات چیز و در خود زندجان که کانون اصلی زلزله بود ما خسارات بسیار شدید داشتیم. البته نگفته نمونه که بحث سازه ها هم در خساراتی که زندجان وارد کرد و در هرات مطرحه، سازه های سنتی تا سازه های مدرن تر یا سیستم های جدید تر متفاوت عمل میکنند در مقابل زلزله. دومین عامل عاملی به نام حرکت و فعالیت مگما. سه چهار روز پیش اخبار نشر شد که در آیسلند زلزله ایجاد شده، همه شما احتمالاً بشنیده باشید. در یک دو شب حدوداً 500-600 تا پسلرزه میگه در یک منابع خودم 900 تا پسلرزه ثبت شد. ما و شما در هرات از روزی که شروع شده تا به امروز حدوداً روز 3-4 ماره، 5 ماره، 6 ماره فرد و بزرگ بعضی حتی بعضی احساس نمی کنند، بعضی از خواب می برند چی شده. اما در منطقه آیسلند که در کمربند زلزله خیز جهانه که باز در سلایدهای بعدی ما و شما رو از اون بیشتر توضیح میدیم، در یک اتفاق زلزله‌ای حدوداً 900 تا پسلرزه در یک دو شب شمال روز ثبت شده و چون اون مردم با قاموس زلزله آشنایان برای این عادی ساختمان‌ها خود به اون ترتیب تنظیم کردن، عیار کردن، خود از اون آگاهی دادن، تمام ادارات زیر ساخت‌ها فراهم برای مقابله با شرایط زلزله خیزی بران برای از اونا چیه؟ اگر شما فکر کنید همون یک شرایط به هرات بشه، در افغانستان بشه، ما به یک بحران و یک تراژدی انسانی روبرو میشیم. دومین عامل فعالیت مگمای این اقشاریه که از سطح زمین شروع میشه میهیم به پایین بعد از 40 کیلومتر به سرعت کوثر، چون از کوه ها شروع کنیم 80 کیلومتر، از عمق دریاها شروع کنیم تقریباً 10 کیلومتر، از سطح لول پلتفرم های صاف شروع چه کنیم 35 تا 40 کیلومتر. برای خاطر زخامت قشر زمین حدوداً 40 کیلومتر، 35-40 کیلومتر زخامت زمین. بعد از اون یک جرم خمیر مانندیه که به نام استنوسفیر میگن که امین کتله روی از اون برداره. بعد از استنوسفیر باز مواد مذاب، مواد مذاب که 2000-3000 درجه سانتیگراد حرارت داره، با حالت جوشان قرار داره، اینا تحت یک فشارهای فوق العاده بالای میخواهند بیان انرژی خود تخلیه کنن. وقتی بالا میان در بعض ساعات جمع میشن به سطح زمین نمیرسن، به ساختمانهای پلوتون باز این بحثیه که بر روی از این پرداخته شه، یعنی یک مزمون یک رشته ایه که ما احجار پلوتونیت داریم باز فرق میکنن. یک قسمت از اینا حرکت میکنن میه داخل ساختارا جا به جا میشه، که جا به جا شد سطح زمین بالا میکنه، یکی جاد با جا به جا شد یک تکانه ایجاد میکنه باعث شد زلزله میشه. یا اگر این بیه سطح زمین انفجاراتی که اتفاق میفته باعث ایجاد کوههای آتش فشانی یا فرندهای ولکانیسم میشه. خود از این میتونه انفجار آتش فشان تونگا که حدوداً فکر کنم 2 سال پیش بود اتفاق افتاد، انرژی از او معادل به 100 تا انرژی بمب اتمی که به شما زدن برآورد شد. شما فکر کنید یک انرژی فوق العاده بالای، حتی موادی که از اینجا فوران میکنه میتونه 65 کیلومتر پرتاب کنه به اتمسفر، میلیون ها متر مکعب مواد پخش میکنه در ساعت، حتی زمین این همین آتش فشان ها نجات داده. دار زمین 8 داره یخ بندار چی کرد؟ یعنی کلن زمین یخ بسته دیگه هیچ جای برای حیات نبوده، کلن زمین به عنوان یک کلوله برف در جو کائنات قرار داشت. بعد از اون این همین آتش فشان ها فوران میکنه، از لایه یخ بیرون میزنه، مقدار زیاد مواد مثل سلفر دای اکساید، مثل کاربن، مثل متان، بخارات آب که در ترکیب از اینا وجود داره اینا رو پخش میکنه در جو. خود همین مواد به عنوان گازهای گلخانه‌ای شناخته میشن. گلخانه خورشید نور رو میده داخل، امپولس از او به حرارت به انرژی حرارتی تبدیل میشن. حرارت وقتی که از پلاستیک عبور کنه اجازه نمیده. به این خاطر شما میگین گلخانه که انواع اقسام میشه که زراعت کنه داخل از اون.
در فسیل سرد سال. این گازها هم حالت چی بخواه میگرن؟ گلخانه. خورشید نور میدن داخل، وقت حرارت میخواه بینش حبس میکنن. به مدت میلیون ها سال زمان میباره، گرم میشه فضا زمین، یه خازب میشه، خشکی ها جدا، آب جدا، و بعد هم کم کم زمینی حیات فراهم میشه، در واقع ناجی زمین این حیاتش شده. یعنی تمام فرایندهایی که در زمین اتفاق میفته به گونه طبیعی به نحو برای ایجاد تعادل در زمین، این که مار رو هم تکان میدن تکان میدن ولی تعادل در زمین حفظ میکنن. زمین از زمانی که تولد شده به عنوان یک گلوله ناشی از یک انفجار که آتشین بوده این کم کم سرد میشه، ولی در درون زمین هنوز همون کلیشن هیت یا همون انرژی که در خلقت از بوده هنوز وجود داره. اون انرژی باعث میشه که مواد در اینجا زود بشن، این تحت فشار قرار بگیرن، دقیقا مثل یک دیگه بخاره که شما محتویات از اون حرارت میدین به جوش میاد، یک فشار فوق العاده بالای رو جدارهای دیگه اعمال میکنه، اگر این فشار کنترل نشه از طریق سوپاس ها دیگه بخار انفجار میکنه. اینها هم سوپاس های بر زمین یا مشله های بر دیگه بخار زمین که بتونه همون درون متلاطم زمین رو کنترل کنه و خشن زمین فروکش کنه. بنابراین این عنوان دومین عامل برای زلزله ها اخیرا در جزیره های جنوب غربی یا آیسلند هم که اتفاق افتاد ناشی از همین حالته. چرا تعداد تکرار زلزله زیاده؟ چون این مواد هی داره با یک سرعت بالای و با یک انرژی بسیار بالای پخش میشه برای اونجی هم برآورد شد که حدودا 15 کیلومتر در زیر قشر زمین مواد مذاب در حالت حرکت و جریانه که باعث تکان های زیاد شده. عامل بعدی دوستای عزیز، عاملیه که باز هم به گونه کاملا طبیعی شما از قسمت که ما ایستادیم بریم پایین 7-8 کیلومتر، 5 کیلومتر، 3 کیلومتر، 4 کیلومتر پایین با ساختارهای مختلف سنگی مواجه میشه. یک طبقه سرخه، یک سیاهه، یک کم رنگه، یک شیب داره، یعنی تقریبا در ساختار زمین 4000 نوع منرال که اینها هر کدوم از اینا ترکیب میشه سنگ ها ایجاد میکنن. بنابراین ساختارهای سنگی در لابلای طبقات مختلف، در بعض طبقات ایت ساحاتی هم نام ساحات کاربوناتی میگن CaC3 کلسیم کاربونات، این یه سایبا که شیشته هم بیشتر با لاموسچی هم چون به صرفا تدریس میشه بیشتر روی بس میشه. کلسیم کاربونات در آب قابل منحل، وقت آبهای زیرزمینی میاد در لابلای طبقات عبور میکنه مواد کاربوناتی با خود رو منحل میکنه، وقتی منحل میکنه توسط محلول آب اینا جریان پیدا میکنه حرکت میکنن خالیگاه ها ایجاد میشه. ببینیم خالیگاه ها ایجاد به مدت به مرور زمان این خالیگاه ها باعث میشه که طاقت سقف تاق بشه دیگه مقاومت نکنه، یک دم یک نشست های عمودی سولر میگیره باعث ایجاد تکان های منطقه‌ای یا خفیف بشه. یا در این سایه ببینیم که یک دم چاها گودال‌ها، فرونشست‌ها صورت گرفته که میتونه با توجه به حجم ریچی‌ها باعث ایجاد ارتعاش و لرزش‌ها با اندازه‌های مختلف بشه. حالا یعنی که باز هم یک فرایند کاملا طبیعیه و زلزله‌هایی که در نتیجه شهاب سنگ‌ها ایجاد میشه ابر زلزله نامیده میشه. 65 میلیون سال قبل در زمان حاکمیت دایناسورها یک شهاب سنگ برخورد می‌کرد به زمین، طول از او از جایی که ما ایستادیم تا دانه پر پشتو تقریبا 9 تا 10 کیلومتر طول از اینه برخورد میکنه به زمین، یک موج انفجاری ایجاد میکنه، پخش میشه، کل زمین رو میگیره و هر موجودی که تقریبا 3-4 اینچ به بالا قامت از بوده باشه از بین میره و بعض موجودات نظر به تئوری هایی که اخیر ارائه میشه که بتونستن با شرایط زیرزمینی موجوداتی که زیرزمینی دوستن با خود وفت بودن اونا زنده بودن و دیگه نسل دایناسورها از بین رفته. امپولزی که ایجاد میکنه ابتدا میلیون ها متر مکعب مواد ذوب میکنه، ابتدا یک صوت خیلی قوی پخش میشه، بعد یک موج حرارت قوی و بعد گرد و غبار و خاک و تمام مواد به سطح زمین پخش، حتی اکوسیستم در زمین مختل میکنه. ممکنه طی میلیون ها سال دیگه حیات وجود نداشته باشه تا اینکه کم کم زمین خود رو تنظیم کنه. اینها در دوره های مختلف جیولوژیکی از زمانی که زمین متولد شده تا به امروز اتفاقات صورت گرفته. حتی مهتابی که امروز به
عنوان یک تمر به دیر زمین میچرخه، دانشمندان میگن نتیجه برخورد مریخ به زمینه که برخورد از این باعث شده یک توته از خود زمین کنده بشه و اطراف از این بالت حرکت در بیاره. از روی تشابه سنگ‌های مهتاب و زمین، ساختارهای متشابهی که در زمین و مهتاب وجود داره و با توجه به فاصله نزدیکه که مریخ به زمین داره، اینها استنباط میشه که نتیجه برخورد میده. بنابراین برخورد این چیز به سر سه آمده: سرعت حرکت شاخصن، زاویه حرکت از اون و حجم از اون. اینا سه تا عامل اساسیه که آیا همین کتله قابلیت عبور از جو زمین داره یا نه. یک مثال ساده برای شما میزنم: شبای تابستان اگر به فضای باز استراحت کنیم، میبینید ستاره های دنباله دار. هم شما آشنایی باید میده ستاره های دنباله دار در واقع این همیش آب سنگ های و سنگ های سرگردان سماویه که میخواه بیه بخوره به سطح زمین. سطح زمین مقابل از او در لایه سوم که پلوتوسفیر، استراتوسفیر و مزوسفیر باشه. در لایه مزوسفیر یک هوای فشرده مقابل ایجاد میکنه، این سنگ زرد میشه، بخار میشه، یک دود سفید رنگ از خود پخش میکنه که شما از پایین به عنوان ستاره دنباله دار او رو میشناسید. خداوند هم میگه در جلال در قرآن کریم: و جعلنا السماء سقفاً محفوظاً. ما آسمان سقف محفوظ یا حفاظ یا یک لایه حفاظتی در کنار از این که ده ها مورد دیگه ایمار داره محافظت میکنه، از اشعاعات خورشیدی، از جریانات خورشیدی، از هوای طوفان های گرم خورشیدی و ده ها مورد دیگه. یکی از ما از این موارد اینه که روزانه، یعنی از دیشب تا به امشب 24 تن شابس مواد سرگردان آمده که بیاخر به زمین، ولی این همی جب ما استراحتیم، ایچی بود توجه نمی کنیم، اینا دفع می کنم نمی کنم نمی کنم. این به عنوان چهارمین عامل بتونه که در زمین زلزله های خطرناک ایجاد کنه، حتی زمین تکان بده از محور از اون که میتونه کل حیات بشریت چی کنه از بین ببره. سراید بعدی و عامل پنجم. عامل پنجم تقریبا میشه گفت عامل مصنوعی یا انسانیه، ولی باز هم به سبب شرایط طبیعی داره. اینجا سطح زمین، اینم کتله ساختار طبقاتی، اینجا یک ماده معدنیه، مثلا مس باشه، آهن باشه، یک معدن زغال باشه. اینجا میگم سوفای عمودی میکنم، سوفای افقی میکنم، این کتله میکنم بالا، کتله میکنم بالا، باز میام این میکنم بالا، به این ترتیب این تمام میشه. اینها خالیگاه ها میمونه، اینها خالیگاه های داخل از اینها تو پایه ها میدن که این تو محکم شه. معدن متروکه میشه، بعد چند سال این پایه ها ضعف نشون میده، ضعف نشون میده، نشست صورت میگه. بسته به حجم کتله معدنی که اینجا کنده میشه به این تاثیر درش انفجار، بسته به بزرگی و حجم حفراتی که کنده میشه و بسته به طاقت این تبابات ممکن نشست های صورت بگیره و زلزله اتفاق افته. به همین خاطر در بحث امکان سنجی معادن در حوزه هایی که ریسک داشته باشه کم دقت صورت بگیره. مثلا شما فکر کنید اگر زیر مسجد جامع شدید، زیر هر یک مخزن مواد مفید باشه، اگر زغال سنگ باشه ما میگیم بدیل از در سبزک داریم، هیچی در زگیم بشه. اما اگر زیر از این لیتیوم باشه چه کار باید بکنه؟ اگر بکشیم نشست میکنه، اگر نکشیم منافع ملی اینجا تامین نمیشه. بنابراین اینجا میگن شما یک گرم که اینجا مواد میکشیم، یک گرم پس کن کده یا مواد که خود میتونه پس مستقیم کنه، پس بگر بجا از جا بجا کنه. هرچند که پروسه انتقال از او و تزریق از او سخته، ولی مقدر از او باز باره. روی از این اساس این معادل میتونه این فشارهایی که این تونل اینجا ایجاد میکنه کم کم باعث ایجاد نشست میشه، ممکنه که باعث ایجاد زلزله باشه. بریم بحث بعدی. و عامل بعدی زلزله هایی که ما عمل به زمین یک چیز رو وارد میکنیم، عکس العمل از زمین به عنوان زلزله بده ما شما جواب میده. در یکی از استادیوم های آلمان فوتبال بود، اگر دیده باشید تماشاچی ها با همدیگر متحد میشینن بلند میشن گوش میدن به طرفداری از تیم، همون در جریان مسابقه زلزله ثبت میشه. بعض دلیل پیدا میکنم ما اونجا که تماشاچی ها توسط نشست خود یک وزن وارد میکنم به زمین، عکس العمل از زمین به عنوان یک زلزله پس پاسخ داده. حالا اگر شما بیاییم سازه های فوق سنگین مثل سر، مثل ساختمان ها به نگاه فوق عادت بزرگ شما بیاییم روی زمین بگذارید، اینا یک نیروی وارد میکنه که قبلا زمین شانه های خالی بوده از این نیرو،
حال یک نیرو وارد میشه، زمین عکس العمل از اون عنوان یک موج پس میداره ما شما که ممکنه باعث ایجاد زمین لرزه بشه. به همین خاطر به خاطر که وزن سدهای آب بالاست، ببینیم سد مثل ما قبلا یک رودخانه بوده، این هم رودخانه بوده، این آب نبوده، عدی آب دور میکده وزن هم نبوده، ولی سد رود بشه میلیون ها متر مکعب به اینجا جمع کرده، این خود از یک وزن فوق بالای در همه قسمت ایجاد میکنه، ممکنه باعث نشست ها بشه. و در کنار از خود زمین پر از حفره، یعنی در داخل زیر زمین حفره بسیار کلان وجود داره. ما تحقیقاتی که در سد سلماک کردیم، یک از اون انجینر صاحب ها میگفتن که ما در یک از این چاهایی که عفت کردیم برای تزریق سمنت که محکم شد، اینا با 30,000 کیسه سمنت ما پمپ کردیم تا اینکه پر شد، یعنی اینقدر پیدا اینها خوبه بعد پرکاری بشه. مثلا پایل فوندیشن هایی که به ساختمان چی شده پروژه صرافان جناب استاد باز ارائه میکنند در مرزی در 5 دقیقه، اینها باعث تقویت میشه که زمین آماده بشه که وزن رو تو نور داره و نشست نکنه و زلزله ایجاد نشه. بریم بس بعدی. و اما عوامل بیرون از سطح زمین چه تأثیر میتونه بذاره؟ ببینید زمین وقتی که تولد بشه یک توته ایه که به این حالت منسجم نیه، کلوی نیه، یک توته ایه که حاصل از یک انفجاریه، در انفجار بیگ بنگ هیچ شکل و شمایل کلوی نداره، ولی با توجه به حرکت دورانیه که داره و با توجه به بعض قوای دیگه که قوای گراویتی یا قوای جاذبه و قوای روتشناله، اینها باعث میشه که سطح زمین کم کم خود خود منظم و هموار کنه، یعنی تحت این دو نیرو قرار داره و نیروهای دیگه. نیروی جاذبه نیرویه که تمام کتله ها از سطح تا سطح زمین کشف میکنه یک نیرو، و نیروی روتشنال یا قوه دورانی قوهیه که تمام اجسام رو کشف میکنه به بیرون در دو جهت، این در تمام ابعاد نیروی داخلی، ولی نیروی بیرونی در دو بوده چون دو حالت داره. از این نیرو کوزه‌گرا استفاده میکنن، کوزه‌گرا میذارن، کوزه میگذارن دور میدن اون دهانه و گردن و شکم کوزر تنظیم میکنند توسط همین نیروی دورانی. حالا در سطح زمین هم دو تا نیرو اثر گذارد، گراویتی جاذبه روتشنل، این دو تا در استوا همدیگر را دفع میکنند، هیچ اتفاق نمیفته. وقتی این به سطح قطب نزدیک میشیم این نیرو کاهش پیدا میکنه، این نیرو کماکان وجود داره، در این قسمت نیرو صفر میشه، این نیرو وجود داره. به همین خاطر در قطبین زمین فشردگی ایجاد شده که تقریباً 21 کیلومتر این فشرده شده، یعنی تفاوت این قطر زمین تا این قطر زمین 21 کیلومتره. اینها نیروهایی که روی سطح زمین اثر گذاره روی فرآیندهای سطح زمین. و سلاید بعدی نیروی دیگه ای که از جریان تولد زمین تا به امروز اثر گذار بوده عبارت از نیروی کتله های بیرونیه. ببینیم آقای هوگربتس هم که ارائه میکنه، او میگه که اصلا کیهانشناسه او شخص، زمینشناس نیست، او بیه زمین رو چی کنه، او کیهانشناسه، کتله هایی که در کیهانه در اطراف زمینه در حرکت هم میبست میکنه، مهتاب روی زمین اثر میگذاره. اصلا ما فرمول داریم که F روی جذب و دفع بین دو تا کتله واسه میشه کتله ای جذب و کتله ای جذب، اینا ضرب شد تقسیم مربع فاصله از اینا. حالا مهتاب به زمین چقدر فاصله داره؟ چقدر کتله از اینه تا این زمین بیشتر تقسیم میگذاره رو مهتاب که این نگه دیشته به طول بیبر خود و مهتاب اثر میگذاره. در اینجا ببینید جرم آب کش میکنه که ما شما جزرومت داریم، هر جایی که مهتاب کش حرکت میکنه آب کش میشه سطح زمین، و به همین ترتیب دانشمندا میگن که حتی میتونه بعضی قسمت‌های سطح زمین خشک‌ها که ملاحظه تر باشه یک دو این چینا تحت تاثیر قرار داره وقتی مهتاب تیر میشه. حالا آقای هوگربتس هم توسط همین نظریه، بریم به چی؟ نظریه پلانتری الائنمنت رو درایه میکنه. پلانتری الائنمنت نظریه آقای فرانکه که او میگه وقتی که مریخ با زمین و مهتاب در یک راستا قرار گرفتن، این دو کتله مهتاب و مریخ میتونه یا مارس میتونه بر زمین اثر بگذاره، باعث ایجاد تکان ها میشه. که از لحاظ علم زمین شناسی و فرمول ها رو بررسی کنیم، فاصله خیلی زیاد از مریخ تا زمین و مهتاب ناچیز کتله از اون،
نمیتونه اونقدر تاثیر فوق العاده بگذاره که باعث ایجاد مثلا زلزله اون در یک موقعیت خاص رست در هرات. او اصلا حرفا از شما برای گوش کشیم هیچ چیزا نمیگه، ولی مردم تعبیر از اون اینه یک عکس اسکرین شات میگیرن نشون میگن 8 درجه رشتر پیش بینی کرده میشه ساعت چند اتفاق میفته. اصلا پیش زلزله قابل پیش بینی نیست. زلزله از موقعیت اونقدر کیلومتر که شروع شه، هم که شروع شه 8 کیلومتر در ثانیه سرعت داره. اگر 8 کیلومتر باشه در آن ثانیه که اتفاق افتاد میرسه به سر زمین. هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. این که کی تلاقه عضلات لاک یا قلف قطع میخوره این هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه. عواملی که میتونه به وجود بیاره هیچ کی نمیتونه اون چی کنه. ها ما میتونیم بگیم کتلر بگیم که مستعد به شکستگیه. این که چه وقت شکستگی اتفاق میفته اون کسی نمیفهمه، بسته به اینه که چقدر فشارهای من میشه، چقدر کتله ها مقاومت نشون میدن و چه وقت خطا میخوره کتله. این همین ببینیم سرعت کتله ها همین بیشتر به ویدیو ما شما دیدیم که کتله هند بیامد برخورد کرد به کتله آسیا، کال یک جدا آسیا، هند جز آسیا هی. در واقع هنوز پلتی جدای برای جز جغرافی های آسیا هند و اینا با هم نزدیک شدن. سرعت از اینا حدوداً 10 سانتی متر در سال، یعنی در یک سال 10 سانتی متر پیش میاد. سال بعد 10 سانتی متر چه واسه کنه فاصله های کیلومتری که بین از اینا بده تقریبا 70 80 میلیون سال طول کشیده تا اینکه بیا یکیشه. یا 250 میلیون سال قبل کل خشکی های زمین قاره آفریقا، اروپا، آمریکا، آسیا، انتارکتیکا، استرالیا اینا با هم یکی بودن و پس جدا شدن. 250 میلیون سال آینده پس توسط این فعالیت های پلیت تکتونیک اینا پس با هم یکی میشن. ولی سرعت از اینا به اندازه سرعت رشد ناخونا دست شما. یک هفته ناخونا دست شما چند اندازه رشد میکنه؟ همین اندازه سرعت از اینا. همین سرعت با همین اندازه کم خوب میآید تا اینکه به یک نقطه میرسه که کتله تسلیم شم. یک دم خطا کنه. همین که خطا کنه سرعت میرسه 900 کیلومتر در ثانیه. 10 سانتی متر در سال 900 کیلومتر در ثانیه. این اگه شما با سالت بکنی یک دنم بسیار. این همین حرکت آنی و حجم گستردگی کتله یک ماجرا تولید میکنه، من شروع میکنه به حرکت کردن. حالا 3-4 مورد نوش دارم که در صدای بعدی ما شما میام رو از بحث میکنم. همین ویدیو اگر پلی میشه پلی کنم که ویدیوی معطا بود نشد. اگر نشد خیلی سعی بریم سراغ بعدی. عامل بعدی بدیدو زمزمه های وجود داره در جریان همین زلزله هرات که در اون کدام کشور سلاح های اتمی خود داره تست میکنه یا نکلیر تست تستینگ هست نکلیر تستینگ آزمایش های هسته‌ای داشت. ببینیم یکی از عوامل زلزله میتونه باشه، ولی در زلزله هرات کاملا عامل از طبیعی بود، هیچ عامل انسانی دخیل نبود. ولی برای زلزله هایی که اتفاق میفته یا شاید بفته یا در جریان انفجارات هسته‌ای یا آزمایش های هسته‌ای اتفاق افتاده ممکنه باعث ایجاد زلزله بشه. وقتی که بمب‌های اتمی تست میشه به 4 حالت که 3 حالت از اون کلن ساقط شده در جهان امروز، یک حالت از اون هم تحت شرایط فوق العاده ایمنی میتونه اجرا کنه. یکی اتمسفریکه، یکی اول که بمب اتم از اصل بارون بالا میکنن به ارتفاعات 20 کیلومتر بالاتر، 30 کیلومتر، 40 کیلومتر اونجا انفجار میدن، قدرت از اون بعد اون انفجار از اون تست میکنن. یکی اینه که اندر گراونده در زیر زمینه، سوم فوق اتمسفیر در طبقات بالاتر در اصل موشک پرتاب میکنن انفجار. و یکی هم در زیر آبه، اندر واتر. این به دلیل نشت مواد رادیواکتیو و این به دلیل نشت مواد رادیواکتیو و این کلن ثابت شد، فقط محدود شد به انفجارهای زیرزمینی. زیرزمین در اون بسیار بالا تحت شرایط فوق العاده چی وقتی که انفجار میدن این همی هم یک موج مصنوعی تولید میکنه، موج مصنوعی تولید میکنه به سطح زمین میه، میتونه باعث انفجار بشه، نه به پیمانه انفجارهایی که زلزله های قدرت داشته که زلزله های واقعی. مثلا اتحاد جماهیر شوروی در روز 61 بمب مهندسون به بمب تزار 58 میگاتون وزن از او بود با قدرت انفجار از او انفجار کرد. بعد اون در روز 63 مایده امضا شد که دیگه لغو از ماجرای هسته‌ای.
بعضی کشورها امضا کردن، بعضی نکردن. خود کسایی که امضا کردن از اون آمریکا و انگلیس و فرانسه و چین و اینا، خود از اون از سال 90 به بعد تا به 95 که چین و فرانسه آزمایش کردن، چی کردن؟ هند و پاکستان چی نکرد؟ امضا نکرد. به نوزه 98 هر دو کشور آزمایش های سه ایزی زمینی رو انجام دادن. کوریا شمالی اخیرا در 2016. هر کدوم از اینا تحت شرایط فوق العاده بالای انفجارها تستای آزمایش هسته‌ای خود انجام میدن، ولی با آن هم میتونه که از لاهای مختلف زمین نشت کنه. این نشت کنه به لاهای آبهای زیرزمینی، شما باز اینا رو استفاده میکنن، باعث ایجاد سرطان ها به عنوان یک ماده فوق سمی شناخته شده، میتونه ایجاد سرطان ها کنه. زلزله 2011 ژاپن زلزله بود که اینو رو یادآوری کرد. زلزله علا رقم تبعاتی که ارتعاش از او یاد میکنه، در جهان حساس امروزی میتونه دیپای مواد انفجاری در جهان 13,000 بمب اتم وجود داره، 11,000 از او در دسترس چین و آمریکا. جان من 2,000 دیگه دیگه کشورها دارن. این زلزله میتونه در کنار اینکه ساختمان ها رو عنوان یک نیروی کنه، قوه ناایمن ترس و دوره برای ما ایجاد کنه، حساسیت های دیگر خلق کنه. در ژاپن سونامی وجود آمد. سونامی آمد به بحث ریاکتورها هسته ای نتونستن کنترل کنن، یک دو تا ریاکتور انفجار کرد. چند روز بعد اسکاتلند ابر ریدیواکتیو کشف کرد که به پخش شده به فضای اروپا. و اینها به عنوان وقت باران تولید میشه، باران های اسیدی، باران های فوق اسیدی، فوق سمی که بباره اونجا سرطان هم سرطان ها میشه. حادثه چرنوبیل در روسیه را اگر بریم سعی کنیم، حادثه انفجار ریاکتور از اونو، حادثه که همه در بیمارستان زلنسکی همی حالا که میلیون ها کودک و پیر و جوان سرطانی وجود داره. بیشتر همین عوامل سرطان های امروزی ناشی از آلودگیه و آلودگی های فوق سمیه که بشر اونو تولید میکنه نمیتونه نگه بداره. و زلزله به عنوان یک عامل بسیار تهدید کننده خصوصا شرایط هستی امروز فوق العاده تعریف میکنه. حالا آمدن خب این پلتا تکون میخوره، حرکت میکنه. اینو از کجا حرکت میکنه؟ چی رقم حرکت میکنه که اینا باعث زلزله میشه؟ چی قوت وجود داره که 40 کیلومتر کتلر میتونه این جابجا بکنه؟ ما شما یک دیوار همینجا بگذاریم، این همین دیوار هم 10 نفر کش کنه میتونه روی زمین انتقال بده. چی رقم قدرتی پشت از این که میتونه 40 کیلومتر ضخامت یک کتلر میلیون ها متر مکعب کتلر تکان بده؟ قدرت از این برمیگرده به علم تکتونیک. علم تکتونیک آقای وگنر در سال 1910 بیامد دانشمند گفت که قسمت از آفریقا خود آمریکا یکی بوده. این مسخره کردن. چی میگی تو؟ آفریقا رسید به آمریکا. این با توجه به شناختهای باستان شناسی و فسیل شناسی که داشت دید که این طبقات، این ساختار، این شرایط سنگی، این چین خوردگی ها در دو طرف کتله که دو طرف اقیانوس سفارت داره. این نظر داد که اینا یکی بودن جدا شده. این به سخه گرفتم 50 سال بعد از مرگ از این بفهمیده که این همین گرد بوده. به عنوان یک علم چی شد؟ علم پلت تکتونیک یا تکتونیک صفحه‌ای زمین که امروزه ما شما اینه مثلا یک پلته. جدا از نقشه های سی سی که امروز کشور کشیدن. این نقشه طبیعی زمین یعنی این رقم بگم یک توپ فوتبال هم شما بدید. گل داره، نه چند تا گل داره با رنگ‌های مختلف که اینا با هم دوخته شده پوش توپ رو ساخته. در زمین هم این همین که لا با هم دیگر یکی شده پوش زمین یا قشر زمین تشکیل داده. اینا با هم یکی هم یک جن ولی شکستگی داره حرکت میکنه. اینها دور میشن و هم نزدیک میشن، ای حالا حرکت میکنه، سه نوع حرکت داره. در همه چی هم ببینیم ای از هم دیگر دور میشه، بعض جا با هم نزدیک میشن، دور میشن، نزدیک میشن. این کتاب حدود 7-8 مورد پلت های کلون رو داریم که از یک کشور یک قاره تا دو قاره به شمول بر در بر میگه. بعض پلت های داریم که مثلا ژاپن به اون اندازه کوچکی خب 100 تا سرحد پلت از بین تیر شده. پلت های خیلی خرد، پلت های بزرگ مثل توپ فوتبال نیم گل ها هم اندازه و چی باشه. پلت های بزرگ داریم که یک دو تا قاره، مثلا پلت اوراسیا که پلت ما و شما داره. آسیا و اروپا خود هم چکار کرده؟ یکی کرده، یک پلت بزرگ که کتله آسیا و اروپا رو هم دیگر هم داره، پلت اوراسیا هم میشه. یا یک پلت کوچک داره به نام پلت هند که یعنی برای ما و شما درد سر سال شده اخیرا. یا پلت های مثل پلت فلیپین که پلت های خیلی خوب دیگه. مجموعاً 13-14 تا بیشتر ما مورد پلت ها داریم. اینا حرکت میکنه. به نسبت بعدی
حالا عاملی که اینا رو به حرکت در میاره یا بیانده به این تصویر افریکن مثلا پلت ایروش هم پلت یا پلت اوراسیا که ما شما عربی هم پلت اندی هم پلت این همی پلته که بله ما شما فشار وارد میکنه افغانستان در همین انتقاه که دوچار شکستگی اخیر شده کارباز ما سلاده بعدی سویت آمریکا پلت پاسیفیک پلت که بیشتر ساحه بحر امریکن پلت نورت امریکن پلت سریع اینا پلت های مثلا اسکوتیا پلت نیمه پلت خود بیه یا بعض پلت های دیگه نیست عرب هم بود پلت پلت آناتولی بنا میکرو پلت آناتولی زلزله که اخیرا در 25 فوریه 2022 بود دیگه 23 بود باشه امسان بوده زلزله که به ترکیه اتفاق افتاد حرکت پلت آناتولی بود توسط پلت عرب فشار وارد کرد برای پلت آناتولی، پلت آناتولی سمت غرب حرکت داد و باعث ایجاد تکان شد در شهر غزنطب که ما شما دیدن 60-70 هزار انسان جانهای خوب میلیون ها ساختمان تخریب شد و معیب شد. بریم جلد بعدی و افغانستان در جهان با توجه به این حرکت پلت ها در دو جا شدیدترین حالت ما در کل زمین داریم. یک از اون نامه فایر بلت کمربند یا حلقه آتش دیدیم از غرب آمریکا شروع میشه و شرق آسیا در بر میگیره به نامی به نام حلقه آتش یاد میشه حلقه آتش اولین کمربند زلزله خیز دنیاه تمام زلزله های شدید به شمول زلزله شیلی که 9.5 داشته یعنی قویترین زلزله تاریخ اگر درش در بگیم 9.5 بوده شما توجه کنیم چند رازه در امیر کمربنده که جزء کشورهای آمریکای جنوبیه نه امیر چاینا در این کمربند قرار داره فیلیپینی که اخیراً چی شده و دومین کمربند زلزله خیز دنیا کمربند آلپاید یا آلپاین هیمالیا بلت کمربند آلپ هیمالیا میشه افغانستان جزء از این کمربند زلزله خیز مدیترانه دریای تا به دریای مدیترانه میرسه و بعد جزء دومین کمربنده این کمربند هایی که شروع میشه میره به اینجا متصل میشه به حلقه آتش به این کمربند در اطراف از این تمام کشورهایی که وجود داره در اکناف از میریم شدیدترین سرخ شده شدیدترین زلزله ها با هم اینجا در شیلی زلزله که اتفاق افتاد حدودا 7-8 دقیقه زمین تکان میده شما فکر کنید زلزله که به ایراد میشه با شما به 20 ثانیه زیر 20 ثانیه یکی از ویژگی‌هایی که زلزله هراتشی بود که اگر قوی بود اگر زود خطا میشد اگر این شدیدتر در خود نزدیک میکرد به یک دقیقه ها مثلا ساختمان های هرات در اکثریت از اینا فرو میشد این زلزله شدیدتر تفاوته این ساختمان ها هیچ چیز مقاومت ندارن شما رو فکر کنید مثلا زلزله بعدی که در آلاسکا 1964 اتفاق افتاد 9.2 رشته زلزله که مثلا در سوماترا در اندونزی اتفاق افتاد زلزله که حدودا 10 تا کشورهای جنوب آسیا متاثر ساخت حتی شرق آفریقا هم تکان داد یعنی سونامی خلق کرد زلزله هایی که کانون از این داخل بحر باشه یعنی اگر که بالا میه اعتباقه آب رو بالا میکنه آب که بالا کرد آب شروع میکنه به ارتفاع گرفتن ابتدا گام و موج زیاده ارتفاع کمه هر چه نزدیک میشه این گام موج خرد میشه ارتفاع بالا تا ارتفاع 50 متر هم زلزله که در سوماترا اندونزی شد 50 متر ارتفاع موج بوده 50 متر شما فکر کنید ساختمانایی که زیر 50 متر باشه اونا رو خود آب میگیره که اونا از بین میبره سرعت هم 500-600 مایل در ساعت مثلا 700 کیلومتر در 100 کیلومتر در ساعت حرکت فوق العاده بالا هر چی که بیاد انرژی فوق العاده بالایی داره سونامی خراب میکنه یکی از تبعات زلزله اینه که سونامی خراب میکنه در کنار دیگر اساسیات و حلقه کمربند آلپای در افغانستان جزء از اونه که ایران متوجه شده حالا بیم که باز ببینیم که چی اینا حرکت میکنه یا اینه کمربند آتش یا حلقه آتش به حالت دیگه نشون داده شده اکثر آتشفشان های دنیا در کمربند حلقه آتش اکثر آتشفشان ها چون همین ساحه بیشترین زلزله ها داره موازات میشه از زمین یا دم بیرون میزنه انفجار میشه زلزله که اخیرا در افغانستان اتفاق افتاد این پلت هند شامل کشورهای پاکستان
نپال، هند، خلیج بنگال، جزایر عرب، میانمار و بعضی کشورها دیگه. این یک فلد چند تا کشور. این فلد با سرعت حدوداً 7-8 سانتی متر در سال به طرف فلد اوراسیا که افغانستان در حاشیه فلد اوراسیا قرار داره، این فلد اوراسیا است. افغانستان در حاشیه است. فشارهایی که وارد میکنه در افغانستان 3-4 تا شکستگی ایجاد کرده کار باز میه خود شما کم کم میه به مسئله افغانستان. تیر شما از این؟ حالا میهم خود شما یک کمه دلایل این که کتله ها چرا به سطح زمین حرکت میکنه بحث کنیم که متوجه بشیم که کتله ها چرا حرکت میکنه باز میه به افغانستان. ببینیم اینر کورد، اوتر کورد. زمین در مرکز از او یک هسته که این هسته والت گداخته جامد مثل زغال که آتش داره ولی جامد گداخته این حرارت میده این ایجاد میکنه مرکز زمین هسته زمین این داره خود میده به مانتل حدودا اینجا 6-7 درجه بین 5 تا 6 هزار درجه سانتیگراد داره این میده به مانتل، مانتل 2 تا 3 هزار درجه داغ میده این که داغ میده یک گرمی فوق العاده بالا باعث ایجاد سرکلوشن میشه سرکلوشن حلقه های درنی ایجاد میکنه یا برعکس یا همسو اگر همسو باشه کتلار جدا میکنه اگر این حالت باشه کتلار نزدیک میکنه گاهن این رقم دور میکنه طرفدار پس عامل اصلی در مرکز زمین حرارت تولید میشه این حرارت از کجا میاد یک اونا که نشان هیت میگن حرارت که از ابتدای حیات زمین بوده در اون چون توته انفجار شده بوده و یکی هم در اینجا انفعالات هسته‌ای جریان داره فعل انفعالات هسته‌ای وجود داره این همیشه داغه ایر گرم میکنه گرمی میده به ای ایر زود میکنه از این ساختارها بلند میشه یک دم انفجار میکنه یا به زیر سطح زمین حرکت میکنه یا این حالت سرکلوشن میکنه این کتله کش میکنه دقیقا مثل این که شما شیر به جوش میاره شیر به جوش میاره سر شیر شروع میکنه حرکت دادن قشر زمین که 40 کیلومتر یا 80 کیلومتر مانتل 2800 کیلومتر این هست 3500 کیلومتر در مقابل چی مثل اکسل یک اون صد چند کلان کنه بعض پوستی بگیم قشت زمینه امی اندازه حالا اینقدر انرژی پشت از این وجود داره که باعث میشه اینا تکان بده اینا حرکت بده خب تیر شیم از این این هم تیر کنیم این هم یک دفعه ببینیم بعد بیه فرمیشن آفریمالیا کوهای هیمالیا چی رقم خلق شده جوانترین کوهای تن کتله زمینی یکی بوده جدا شده اینا قاره ها شکل میگیره اینه فلت هنده فلت هنده فلت آسیا این که میه برخورد میکنه تا این میلیون ها سال در برخورد از اینا چکار میشه؟ کوه ها ایجاد میشه یعنی جوانترین کوه های دنیا و بلندقامتترین کوه های دنیا هست اینا با این سرعت میه دیگه بیشتر به شما گفته و جالبه بدونیم که در قله از این کوههای هیمالیا ساختارهای سنگ آهک سنگ آهک فقط میتونه در اون مدلیان شکل یعنی به این معنیه که همه کنندرین همه تطیبه در افغانستان وقتی که پیشتر دیدیم تو اصلا پلت هند فشار وارد میشه به پلت اوراسیا افغانستان در دلا قرار داره افغانستان تحت فشار از 3-4 جا بشکسته که شکستگی های کلان داره که حالا باز به تصویر آوردیم حالا این کتله فکر کنه در داخل هرات یا روی منطقه زندجان قسمت فوتوال داره و همین میشه این فیلم را سعدیه بکنم سلاحی بتیم کنیم بس سعدیه خب این کتله فیلم تحت فشاره از اینجا میشه هم که شکست پایین میفته این نام فالت پلن میگن صاحب اینجا میدیدن در زمان شکستگی از این یک چی ایجاد شد یک نویج ایجاد شد زلزله هرات دقیقا به اساس همین رقم شده که شکستگی حالا این باز شکستگی نو ایلیورس بودم کتله پایین افتاد حالا کتله بالا رفت که دیدم ساختمان ها حتی گاهن میشه بعد از زلزله ها مثلا ارتفاع کوه های همه صاحب بلند میشه یا کوتاه میشه مثلا در قسمت مشرقی افغانستان زلزله هایی که مثلا سال پال اتفاق افتاد در خوست و پکتیا کف رشته بود در اونجا میگن کوه های مشرقی کم بالا رفته امتداد یا ارتفاع از این کوه ها باعث میشه قسمت از هوای بخار خلیج هند که میره از کوه هیمالیا تیر میشه از این تیر میشه به دام کوههای مشرقی بفته اونجا باعث بارندگی های شدید بشه که امسال اخیرا الحمدلله میگن که ما بارندگی های شدیدتر داریم نسبت به سال قبل امسال برآورد شده که در افغانستان بارندگی های بیشتریه به این خاطر توصیه میکنم برای کشت گندم و دیگه مسائل اگه نقشه های دیده باشیم شما میشه بس کنیم به این ارتباط
دو شکستی که دیدیم، یکی پایین میفته، یکی بالا میفته، ممکن یکی دیگه دارن حرکت کنه. یکی هم شکستگی سنام دراست که در امریکایه که بین دو تا پلت پاسیفیک و نورت امریکن پلته، که یکی از بزرگترین شکستگی های زمینه که ما شما عملا میبینیم که هنه بشکسته گویدار بود مثلا در اون قصد دو یک کیلومتر، دو کیلومتر گویدار ایجاد کرده، تو نمیتون امتداد پیدا کرده کیلومتر ها اینا شکست. بعضی شکستگی ها چون روی زمین خاک و بسترهای نرمه شکستگی به عمق اتفاق میفته، ولی خاک خود جابجا میکنه، شکستگی معلوم نمیشه. در ساحاتی که ساحاتی که سنگ ها مستحکم باشه، شکنند باشه، شکستگی اتفاق افتاد تا بالا شکستگی نشت پیدا میکنه معلوم میشه. مثلا در زندجان ما ندیدیم شکستگی به سر زمین زایش شده، بعضی ها ببشتیم و گفتم شکستگی هست. یا در اثر زلزله ها گاهن طبقات زمین دیگه جابجا میشه، چشمه‌ای که قبلا خاموش بوده رخنه پیدا میکنه، سطح زمین چشمه ایجاد میشه، یا چشمه‌ای که قبلا بوده بسته میشه، یا آب چشمه که قبلا سرد بوده گرم میشه به دلیل اینکه مواد معدنی جابجا میشه، مثل آب چشمه از روی مواد معدنی دید میشه، مثل چیکاس مواد معدنی اجار کربنتی گاد سلفر، چشمه آب گرمی که ما شما قوه داریم از بین اجار کربنتی و اجار سلفری دیر میشه، چشمه آب گرم میکنه، آب گرم میگه سطح زمین، ما شما میگه چشمه آب گرم. در بغلان ما سال 93 90 رفتیم آب گرم دادن، بنام چشمه شفایت بشه، به خاطر چی که مردم میرن اونجا استعمال میکنن یا استفاده میکنن، اون آب از مواد معدنی دیر شده، مواد معدنی ضد باکتریایی خصوصا سلفر به لکه ها رو جلدی اینا خوبه، چون چشمه شفایت میشه. و گرم هم دلیل اینه که شما آهک اضافه سطل آب یه تشت آب بندازیم او برزیم آهک هم بندازیم گرم میاد، گرش هم میدارم گرم میاد، اینا خاصیت مواد معدنیه. یا این که میتونه آب که داخل یک دریاچه با اون هم مواد مگمای این داغ میکنه، آب داغ میشه. اما ما آیسلند جزایر داریم کلن جزیره آب گرم همیشه، اونجا مواد معدنی نیه، ولی زیر تشت همی جزیره مواد مگمای، مواد مگما گرم میکنه، آب گرم میاد، نهایتاً ما آب گرم. خب تیر کنیم از اینکه وقت رو شما فکر کنیم برای پیشیم. حالا میگیم خود شما به انتشار انوار ببینیم حرکت کتله به این سمت، این منطقه لاک لاک یعنی قفله، حرکت هست ولی قفله، سه کنیم یک دم میشکن، هم که شکست بدیده بشکست یعنی بشکست، هم که شکست سونمی ایجاد میکنه، کتله تکان میده، باعث انتشار ناش میشه. حالا وقت موج انتشار پیدا کرد، ما چهار قسم موج داریم، یک موج پرایمری ویو یا پریشور ویو میگن. موج پرایمری به خاطر میگم که اولین موجی که حرکت میکنه موج اولیه، سرعت از او از تمام امواج بیشتره. وقتی که حرکت میکنه اسپرینگ شما در نظر بگیریم، فشار دیم فنر رو یلک کنیم، فشار دیم فنر رو یلک کنیم، تمام سنگار تحت یک همیت یک نیروی فشار میده یلک میکنه. به همین خاطر اگه شما متوجه شده باشیم، من فکر میکنم همه مردم ایران یک تجربه در مورد موج زلزله و انواع زلزله به دست میکنن. اولین موجی که میامد ساختمان ها تکان میده، دوم دوم صدا میکرد و بعد از اون کشتی میشد. موج اول موج پرایمریه که سنگار سنگ نیف شده یلن میکنه، نیف شده یلن میکنه. و اما موج دوم مثل تناب بگیریم شما گوز و اصلا بیارت کنیم ایتوبیج میده، متوجه شده؟ بنابراین این موج دومه. و موج بعدی موجیه که به سطح زمین میرسه، موجی که به سطح زمین میرسه ترکیب از دو تا موجیه که مؤلفه افقی داره و عمودی داره، ساختمان رو ریالت تکان میده، شدیدترین نوعه و بیشترین خسارات رو میتونه وارد کنه. سرعت موج در اجاره راسبه که رسوبی باشه، ساعت خاک و پلتفرمای صاف هم حوالی باشه 4 کیلومتر بر سکند، و سرعت موج در ساعتی که سخت و شکنند و اجاره مستحکم باشه 4 کیلومتر در ثانیه. مثلا در ساعت مرکزی و شمال شرقی و شرقی افغانستان ساعت کوهستانی این سرعت بالای بیشترین اثر میگذاره، و در پلتفرمای مثل هرات و ساعت جنوب افغانستان و دشت بلگو و این سمتا فرا و نیمروز ساعت هموار پلتفرمای رسوبیه، سرعت موج کمتره. و بعضی موج ها در آب جذب میشه، مثلا اگر انتشار موج زندجان در ساعت نفت تیرپول برخورد کرده باشه، ویزه نفت تیرپول که به زیر زمین پهنه ساعت وسیعی که نفت داره، اونجا خونسا میشه. بعضی موج ها بالای منطقه تیرپول شاید مشاهده زلزله
خوشم ولی موج پی نبوده باشه. خب تیپ کنیم. خب زلزله باشه. یکی از زلزله هایی که نظر به عمقه. زلزله های عمیق 300 تا 700 کیلومتر عمقه. شدیدترین زلزله های چون همستن برخورد از اون برخورد و پلت های کلان. زلزله های دیگه یکی که از 70 تا 300 کیلومتر در عمق متوسط. زلزله های کم عمق زیر 70. زلزله اخیر زندجان که 10 کیلومتر بود جز زلزله های کم عمقه. در همون محدوده خون زلزله ایجاد میکنه ولی در همون زلزله شدیدترین انتقال داره. زلزله هایی که عمیق میره چون گفتن تحت 105 درجه میایه منطقه وسیع در بر میگیره و زلزله های شدید کم عمق طول میکشه چون بره. یکی از دلایلی که زلزله های کم عمق بیشترین خسارات ایجاد میکنه همونش پلید میشه به سطح زمین میرسه وقت پیدا نمیکنه خود خرمش تخلیه کنه. هرچه عمیق باشه هی موج میه علاوه طبقات مختلف سنگا از علاوه ساعت نفخی آبی دیگه دیگه تیر میشه قسمت جذب میشه قسمت دفع میشه کاهش پیدا میکنه و سطح زمین با کتری خسارات میرسه. سه چهار مورد زلزله های ویرانگر اخیر دنیا و زلزله که در افغانستان در مشتقی شد سال 1401 و امسال که در هرات و زندجان شد اینا زلزله های جز زلزله هایی که در عمق 30 کیلومتر 10 کیلومتر 15 کیلومتر بوده برای همون ناحیه خطرناک و در شرایط کنونی جهان که تراکم ساختمان ها زیاد شده رشد شهرنشینی زیاد شده شهر کابل برای جمعیت 1 میلیون فوق 1 میلیون ولی 6 میلیون انسان دارن زندگی میکنن یعنی شش چند ظرفیت شهر کابل ساختمانه شما بریم شب تا به قله کوها ساختمانه اینا را در این دو صحات اگر زلزله اتفاق میفته بیشترین تبعات انسانی و بیشترین اثرات و بحران های تراژدیک انسانی میتونه خلق کنه. زلزله هم که اخیرا در زندجان شد در نوعی اتفاق افتاد که همون چند تا دقیقه به اطراف فرزود مثلا ما دیگه زلزله هم قبلا دیشته مثلا هرات تکان میداد ولی مرکز و مشهد بود یا قسمت کرچی پاکستان بود یا مثلا تاجیکستان بود یا ترکمنستان بود یا ازبکستان بود اما در خود کتله هرات ما ندیشتیم ایتی هر چیزی که مستقیم بیاد به سطح زمین و ساختمان ها باشه که تکان بده و دلچی کنه. حادثه فوکوشیما در ژاپن حادثه انفجار ریاکتور هسته ای که ابتدا زنگ زلزله و بعضا ریاکتور انفجار کرد حادثه کوبا و حادثات بیشماره دیگه اینا به ما این پیام میرسونه که سلاح های هسته ای صنعت ساختمان عدم توجه به صنعت ساختمان اینا خطرناکه چون زمین خود خود با حالت نرمال میخواه در بیاره زلزله های وجود داره ما بعد از زمانی که ساختمان ها ساخت ساز میکنه یا ساخت ساز میشه تمام مفاهیم اصلی به ارتباط زلزله در نظر داشته باشیم. خب آقای رشلر بیامد به خوب زلزله اتفاق میفته ما چی رقم بفهمیم که این زلزله تا زلزله بعدی تفاوت است. این آمد توسط فرمول های لوگاریتمی فرمول کشف کرد که ما میده به او مقدار انرژی که هم ابتدا زلزله اتفاق افتاد مقدار انرژی به ما میده. اگر دیده باشیم لرزه رو پس لرزه میشه یک دقیقه بعد سایت برای ما و شما میگه دستگاه ها ثبت میکنه مقدار انرژی که تولید شده همون به ما میگه که چند رشتره. مثلا یک زلزله 8 رشتری معادل انفجار 1 میلیارد بمب TNT 1 میلیارد بمب TNT مثلا بمب که به این شما دادن 20,000 تن TNT بود این 1 میلیارد تن بمب TNT درجه 5 10 مرتبه بزرگتر از درجه 4 یعنی زلزله که مثلا پارسال به مشرقی افغانستان شد ده چند زلزله چی بودن؟ زلزله زندجان و چون کانون او زلزله در جایی بود که ساخت در شهر بود ساختمان مستحکم بود اونجا 1000 انسان تلفات داده اینجا در سایه بود که ساختمان ها ضعف سازی میشن 2000 انسان ما شهید داده و از بین رفتن اینا بستگی به این داره. حالا رشتر به اندازه تخریبات کار نداره پس این متوجه بشید که خود رشتر انرژی که همون از ساطع میشه سطح تخریبات ساختمان یا تمام عناصر که به سطح زمین قرار داره اون توسط یک عامل دیگه به نام مرکلی میگن رشتر از 1 تا 10 مرکلی از 1 تا 12 مرکلی ممکنه 1 هفته 2 هفته 5 هفته تا 1 ماه 2 ماه بعد معلوم شه که زلزله زندجان چند مرکلی بود اونجا میرن تست میکنن اونجا رو سایبا میبینن بررسی میکنن کدوم سازه با کدوم نوع ویژگی ساخت چند اندازه ترک و مشکل پیدا کرده این ساختمان با این ظرف سازه چند اندازه بعد از مدت نتیجه سریا کار اعلام میکنن که چند باید مرکلی بده
کار موشون یک جدول داریم باز در ادامه سالت ها میهیم ساختمان های هرات مطابق سیستم مرکلی بررسی میده. وقت زلزله اتفاق میفته پیش نرزه قبل از زلزله های خفیفیه که پیش از زلزله اتفاق میفته فاصله اینا دوره، وقتی که به زلزله اصلی نزدیک میشه فاصله زمینی تناوب زمینی رو کم کم میشه تا به زلزله اصلی میرسیم. پس که بالا رفت پس نرزه ها زیاد کم شده میره. در زلزله هرات هم ما شما فرسلزه ها دیدیم اما اون روز چند متر میشون با حجم بالا هی کم شده میده، حجم هم کمتر شده میده، فاصله زمینی هم حالا حتی چند روز باز یک زلزله فرسلزه مثلا نسبتا قوی داره هی فاصله ها زیاد میشه و میدهدید میره بالا پس میره پی و میدهدید پیش لرزه لرزه پس لرزه به یه داد لرزنگار هم ابتدایی ترین از جنبیده بده یک بوی آویزان میده زلزله که اتفاق میفته اتکان میخواد کاغذ تیر میشه اینجا پنسل میده این چی میکنه ترسیم میکنه و حالا ما شما دستگاه های دیجیتال داریم نصب به سایت ها متصل به صورت آنلاین همه در بده ما شما چی میگه این هم گرافیه که موج فرست ویو یا فرست ویو این دوتا موج اولیه که قدرت اینا کمه هم که موج سرخی میرسه سرفست ویو زیاد میشه. زلزله که مثلا هرات جنوب میکنه در اونجا هم تکان خواهد میگذره این تایمیه که اینجا ثبت میشه و از اون برمون میگه که زلزله چند ثانیه طول کشید اونجا نقطه از ثانیه چند تا ثانیه چند بوده ثبت میشه. دستگاه زلزله سنجه که به خواجه سیبه او هم به دستگاه بین المللی وصله که بده ما شما میگه یا دستگاه که اخیرا تیم زلزله هرات به مشهد وصل نصب کردن که باز این شکستگی ها پیدا کردن از روی این هم موجایی که بیشتر به شما گفتم موج اولی که هست سنگ ببینیم یاده میکنه اینجا فشار میده این تراکم شده باز یاده میکنه تراکم با تراکم باز یاده میکنه موج اس به ایالته موج بعدی دور میده کتلر ریلوی که هست لاغه این تا ستیه به سطح میده موج بعدی ایالت حرکت میکنه این دور میده کتلر این دوتا با همدیگر ترکیبی حرکت میکنه مثل یک موتر که به جریب حرکت باشه این سمت هم تکان میخوره این سمت هم موتورهایی که در جاده های ناهموار سیر میکنند ساختمان ها تحت دو حالت تکان میده خیلی خطرناکه و شدید هم هستید یا این هم نوع دیگه نمایش شماتیک هموار خب این دیو شما دیو مکت و حدودا 20 دقیقه زمان میبره که زلزله که از این نقطه تیر شده برد تمام زمین رو بگرده پس پیه میشه این اونقدر سرعت داره که دور تا دور زمین میتونه در 20 دقیقه ببره. افغانستان کشوریه که در حاشیه پلت اوراسیا قرار داره، پلت هند ما همیشه تحت فشار قرار میده و گاهن این کتله دیگه تسلیم میشه در گاهی در پاکستان میشکنه، گاهی در هند میشکنه، گاهی مثلا در افغانستان، گاهی در تاجیکستان، گاهی در ایران، گاهی در اطراف اکنام و باعث اجازه زدن از وقت بعد ما زلزله اخیر در هرات شکست گسل هرات یکی از مسئله‌هایی که مستقل به شکستگی میده و شکست و زلزله های پیهم ما شما شاید بده. در هندوکش 1364 848 نفر جانهای خواهد دست دادن، در قائن 1367 متفیر کنه اکسا از زلزله هرات و از زمستان 76 تابستان 77 در تخار 881 در بغلان 94 در بدخشان 401 که پارسال بود دوستای عزیز در پکتیا خوست و پکتیا که تکان داد 7 رشته بود تقریبا 37 چند بمب اتمی هیروشیما مادر سازی شد انرژی که تولید کرد حادثه چی و زلزله که در زندان بوده حداقل 20 برابر بمب اتمی هیروشیما نیرو از بوده. حالا ما در سال بعد میگیم که ما شما چه رفت یا زر تخریبات دلیش باز بس داریم. حالا میگیم به هرات این سرزمین افغانستانه سه تا پلت کلان داره افغانستان سه تا شکستگی کلان داره که یک نام هرات یا هریرودفات یاد میشه در شمال کابل با شکستگی چمن یکی میشه چمن نمیده ادامه داره تا میگه وارد پاکستان میشه یک قسمت از این میایه میره خب وارد خاک تاجیکستان میشه پلت های دیگه هم دارن که ما شکستگی هایی که مناطق مشرقی از کوه هندوکش و پامیر اونا جریان داره یک قسمت اینه در حاشیه از این هم محیط پلت های خورده داره شکستگی ها خورده زلزله ای که اخیرا در هرات اتفاق افتاده در چیه؟ در حاشیه شکستگی اصلی شکستگی های رخ داده 4 تا شکستگی ایرانی ها بررسی کردن پیدا کردن
چهار تا شکستگی یعنی چهار تا زلزله که اتفاق افتاد، همه کتله تحت تاثیر قرار گرفته، از چهار جا بشکسته که در زندجان میومد به سمت بولان و رباتسنگی اینا تحت تاثیر قرار داد. همین حوزه ها باعث ایجاد شکستگی شده. خب بریم سلاید بعدی که ما شما باز ببینیم. انرژی ساحلی که زلزله 6-8 یا سرشتری هرات تحت تاثیر قرار داده اینو ببینیم. گذره خود هرات سیتی، کروخ، گرگان، کوهسان، اولیان و زندجان هم مرکز داریم. تقریبا بعضی از اونا تا فضای 1500 کیلومتر این تو ساحل مربع تحت تاثیر قرار داره. اگه اینا به متر تبدیل کنه میشه 1,500 متر مربع. این ضرب 40,000 متر یا 40 کیلومتر که عمق همین ضخامت کتله قرار بده تقریبا 60 میلیارد متر مکعب سنگ تحت تاثیر قرار داره. اینا اگر این ما تبدیل کنیم به وزن که چند هزار وزن بوده، ضرب 2.7 کنیم گامای یا کثافت قشت خشک 2.7 از قشت بعدی 3.2 این ضرب 2.7 کنیم 162 میلیارد تن کتله انرژی جا بجا کنیم. حالا شما وقت بمب را از فضا پرتاب میکنیم به سطح زمینه تخریبات خود در اندوه ایجاد کنیم، اما این بمبیه که در عمق 10 کیلومتر همین کتله تکان میده 162 میلیارد تن مواد تاثیر داره. برای قطعات باربر مثلا خشت که روی از فشار وارد کنه، در علم ساختمانی میگه باید حداقل 150 کیلوگرم 1 سانتی متر مربع خشت وارد داره طاقتش. اما موج زلزله 3 تا 4 میلیون کیلوگرم بر سانتی متر مربع سنگ فشار وارد میکنه. اندازه شما متوجه بشین که چند اندازه میتونه چه بشه. حدود 20 برابر بمب اتمی هیروشیما زلزله هرات میتونه برقرار شده باشه. این یک نقشه مفصل‌تری از لوکیشن آف فالت، موقعیت شکستگی های افغانستان. ببینیم HR شکستگی حریری بوده، این البرز افغانستان بیشتر شکستگی داره از سه شکستگی که به معرفی کردن، ولی سه تای از اونا که حریری باشه شکستگی شمال شرق یا شرق شمال افغانستان باشه، یک هم شکستگی چمنه که وارد پاکستان میشه، این شکستگی هلمند به مثلا سه شکستگی های مختلف شکستگی سنترال بدخشان یا مرکز بدخشان. اینا در طول تاریخ که از کتله هند تحت فشار قرار داده این کتله بشکسته میدیم شکسته شکسته. بیشترین شکستگی ها در ساحات مرکزی افغانستان که بیشترین کوه ها ما در اونجا داره، در بدخشان افغانستان و در کوه هندوکش ما سابقه آتش فشان هم داریم، آتش فشان فعال بوده و فعال بوده فعلا خاموشه. در بحث آتش فشان ها دوستا یک چیز متوجه باشین که هرچه آتش فشان ها فعال باشن به صورت مستمر فعالیت کنن خوبه، آتش فشان که خاموش باشه به این معنیه که سوپاسات این بخار شما پایین زدید یا مشوله رو بدیشن بند کرده، این بخار جمع شده یک دم بید. هر چه زمان بیشتر بگذره مثل اینه که یک جیر کش میکنه، هر چه کش کنیم پرتابی بیشتر، هر چه زمان بگذره انفجار و قدرت آتش فشان بیشتر. این چیز کنیم. این سلاید بعدی سلایدیه که مربوط به حوزه هاییه. سعی کنیم این حوزه پلتفرم جنوب افغانستان، این شمال افغانستان، این مرکزی افغانستان. توجه کنیم در افغانستان بیشتر در ساعات شمال و شرق افغانستان ما بیشترین زلزله ها داشتیم. اینا سرخ ها زلزله های فوق مثلا 6 تا 8 اشتر زلزله های نمو گفتن اینجا 6 تا به 8 اشتر سرخه، اینا که هست از 4 تا به 6 سکن بیشتر زلزله در ساعت شمال و شرق افغانستان. در اینجا ما خیلی کم داشتیم در قسمت ها، ولی زلزله اخیر هرات یک عدد یا 5-6 تا عدد صورت اینجا اضافه کرده که به نقشه نمونده. بله، ها دیگه از سال 2005 درسته؟ ما 2023 چند تا ببینیم بیشتر اینا ساعت آتش فشانی آتش فشان ها و زلزله با هم را بده بده تیرشیم. خب علاوه که هنگام و وقوع زلزله چه باید کرد؟ هیچ کار کرده نمیتونه بعد بودش مگر اینکه چیکار کنیم؟ خونسردی خود حفظ کنیم، به یک دیگر کمک کنیم، از قبل تمرین داشته باشیم. این کارهاییه که همون لحظه بره تسلا خود. شما وقتی میگید در مقابل زلزله چی کنید که نقشه خوبی بره جا مهندس بگیم آقا مقابل زلزله ای به ما تنظیم کنید.
20 سال پیش که با آمدن جمهوریت در افغانستان زمینه سرزیشن پول ها فراهم شد و ساخت و ساز به صورت بیرویه خود سر هر که راه خود می ساخت اونجا باید توجه شد. حالا با این همه ساختمان و معیب ما می توانید چکار کنیم؟ زلزله اتفاق بفته؟ حداقل کار می توانیم بکنیم که صدمات احتمالی همون لحظه کاهش کنیم. شما که نزدیک همون کلکینه فاصله بگیرید، چون قاب ساختمان دیوار ضعیف میکنه، قاب پنجره ضعیف میکنه، ممکنه فروپاشی قابهایی که در اون پنجره باشه بیشتر. شما به میز پناه ببرید که اگه سخت بفته میز میتونه شما تا حد مسئول نگه داره. ولی اصل کار باید قبل از زلزله، همین زنگ زلزله هرات برای ما این میگه که از این هر کدوم از ما شما اگه میخواییم خونه کراه کنید، ابتدای اگه انجینر ببرید خونه چه کن باز کراه ساختمان ما این بسازیم یک لگ بیشتر هزینه کنیم، اما مقابل زلزله چی کنیم که خود شما مسئول باشیم. همین یک کابوس تبدیل شده ساختمان هرات. شما شوخ خوبی آرامش نداره. در حالی که سازمان ملل میگه در جدید دلیل تعریف از ساختمان جاییه که محیط امن روانی اجتماعی و تمام آسایش ها فراهم کنه. این کنیه که سقف و شما را از بارش و گزند خورشید نگه داره. در مطابق تعریف سازمان ملل همین را 100% ساختمان آیرات ساختمان مطابق تعریف نیه. پس ما شما بعد رجوع کنیم سازها، ساخت سازها منظم بسازیم، مطابق اصول و استاندارد ها بسازیم. همیان یک پروژه که جریان داره، جناب استاد ناظر عمومی پروژه صرافان هرات هم همون خاطر من از استاد دعوت کردم که در 5 دقیقه برای شما بگم که همین پروژه با چی کیفیت ساخته شده، چی رقم ساخته شده و تا چند رشته میتونه مقاومت بکنه که نمونه باشه برای ساختمان هایی که از این بعد میسازیم، تا اینکه ما هم مطمئن باشیم، اولاد ما هم مطمئن باشه، نسل آینده هم که میاد مطابق چی باشه، مطابق توسعه پایدار بتونه بشه. تا توسعه نسل پیشتر از ما توسعه پایدار کار نکردن. بخاطر چی؟ ساختمانایی که از اونها ما میراث بوده امروز پایداری ندارن مطابق تعاملات امروز. همه ضعف سازه ایشون دارن. در هرات شما نمیتونید ساختمان پیدا کنید که متأثر نشده باشه. 90% ترک و درز داشتن و 30-40% چی شدن؟ ساختمانایی که دیگه نمیتونه اعتماد کنه بره به زیر سقف. میشه سوال خود آخر نگردیم؟ و اما 12 درجه مرکلیر نیم خود شما بحث میکنید. درجه اول احساس نمیشه مگر توسط دستگاه شرطه میشه. درجه دوم ضعیفه. ما روانشناسی رنگارم در این استفاده کردیم از ملایم میره به سمت شدید کندس تا چی که شدیدترین حالت بخنگیر. ضعیف در طبقات بالای ساختمان ها چون اهتزاز بیشتر داره ممکن احساس میشه. در شماره سوم در فضاهای باز و در طبقات بالای ساختمان ها افرادی که در حالت سکون باشن میتونن چیکار. شماره 4 که ملایمه در طی روز در فضای وسط توسط افراد زیاد حس میشه، نه همه. ممکنه خب تیر نکنید که اون دست بده یک سالت خب میمون متوسط که شماره 5 میشه. زلزله توسط هر فرد قابل احساس. بسیاری از خواب بیدار میشن همین پس نزایی که مثلا 12 شب در راه شد، یعنی اکثریت بیدار شدن در همون کتگوری ها بید. گچکاری های ساختمان ها ترک میخواد دیگه اتفاق ها نمیفته بریم. و اما اینه اسمه از اینجا بحران هرات شروع میشه. در شماره 6 که قابل توجه رنگ از این تقریبا زرد کم رنگ یا روشنه، ساختمان های خشتی و ضعیف ترک برمیدارن که دید ما شما اکثر ساختمان های خشتی سنتی یکی از ویژگی هایی که سازه ها داره، سازه های چوبی به دلیل انعطافی که داره در مقابل زلزله ها مقاومت نشون میدن. سازه های آهنی یا استیل به دلیل انعطاف بالای آهن شرایط خوب داره. سازه های کانکریتی اگر خوب طراحی شده باشه چون فشار تحمل میکنه، مونتور میتونه تحمل کنه، زود شیر برش نمیکنه میتونه بار. اما سازه های خشتی، سازه های سنتی اینا در مقابل نیروهای فشاری خوبه که از بالا مثلا گنبد آورده رو پایه ها خوبه، اما اگر نیروی برشی می عمل کرد میشکنه زود میشکنه. به همین خاطر در زندجان ما بیشترین آسیب رسیده. شما به منطقه زندجان ببینید در اونجا مکتبی هم بین مسجدی هم بوده که از پخته ساخته شده
خسارات شدید وارد شده ولی فرو نرفته. یعنی میتونست اگر انسان های داخل مسجد میبودن، یعنی اگر اون مسجد خانه میبود، ممکنه 50% 60% از ساکنین از اون میتونستن نجات پیدا کنن، در حالی که در این ساحل بوده، مثلا منبع آب از اونا و ذخیره از اونا سالمه، دیگه قریه ویران شده. سالم به این معنی که فقط سر پای دیگه فعلا، یعنی میتونه گریز پیدا کنه شخص تا نجات پیدا کنه. به این ارتباط از اینجا از شماره 6 به تعدید در حرات شروع میشه. ترک نمیزن در شماره 7 که قویه رنگ آرنجی میشه، مردم وجه زده و فضای باز چه میکنن؟ تقریبا معادل زلزله ایران میشه. ساختمان های متوسط و معمولی خسارات جزئی و متوسط وارد میشه، همین ساختمان های در شهر ایران و خسارات قابل ملاحظه ای در ساختمان هایی که خوب و بد طراحی شده باشن وجود میاد. برای سلات بعدی در شدید که شماره 8 میشه، خسارات در ساختمان هایی که طراحی ویژه شده باشن مثل ساختمان سجافان بسیار جزئیه و در ساختمان های ضعیف بسیار شدیده، ساختمان های خود حوزه ای که به زندجان میده چون طراحی از اینا واقعا ضعیفه دیگه، حتی پایا گفتن 80 سانتی بوده، خاک از اون یک درهم خاک بوده که پاش میخورده و مستحکم نبوده. دیوارهای جدا کننده با خارج از قاب ساختمان پرتاب میشه، این همین دیوارهای جدا کننده یا این دیوار میتونه پرتاب شه به چی؟ در شماره 8 دودکش ها، ستون ها، دیوار ها و غیره میتونه سقوط کنه. در این شماره خانه های اسکلتدار بر روی سطح زمین یا پی یا فوندیشن حرکت میکنه، خود ساختمان ثابته، خود فوندیشن رو حرکت میکنه، یعنی جابجا میشه ساختمان. در شماره 10 که شدیده، درسته 9 که شدیده، خسارات قابل ملاحظه در ساختمان هایی که طراحی ویژه شدن ایجاد میشه، ساختمان های اسکلتی خوب طراحی شده کج میشن، یعنی نمیشکنه کج میشه چون فوندیشن چیه، ساختمان ها بر روی پی تغییر مکان میکنه، ترک های آشکار در زمین ایجاد میشه، خطوط لولهای زیر زمینی شکسته میشن و به ساختمان‌های ضعیف خسارات سنگین وارد میشه. بریم تکه بعدی اگر باشه. و بسیار شدید زمین لرزه صورت میگیره، ساختسازهای اسکلدار به نوعی همراه پی بلند ویران میشه و در بسیار شدید تعداد کمی از ساختمان‌ها باقی میمونن، شماره 11 مرکزی و 9 رشته و در شماره 12 و 10 رشته دیگه هیچی در زمین باقی نمیمانه که به حالت سیاه آمده که بسیار شدیده و ویرانگر. خب بیاییم حالا میان چکار میکنن؟ میان ساختمان ها دیدن دیگه، گفتیم ساختمان ها رو پی یا فوندیشن حرکت میکنن، بخاطر که حرکت نکنه اگر می فیلم رو پلی کنید سیستم داره اونا پای فوندیشن، یعنی ساختمان مخ میکنن مثلا. خب این که قبلی نبود این جایی که زلزله باعث میشه که دیوارا اولین چیزی که آسیب میبینه دیوارا، دیوارا چون جزء سازه ای ساختمان نیه پرتاب میشه با قاب بیرون از قاب ساختمان. اینجا دو تا ساختمان دیده اجتماعی گرفته تا بند انجینری تحت متخصص داره. این نقشه شهر ایران و نواحی از اونه، در این نقشه ببینیم جاهایی که قرمز نیه با باغچه ساعت سبز، جاهایی که ساختمان قرمز این نقاط قرمز نقاط آسیب پذیر شهر نشان میده. بیشترین آسیب ما در ناحیه های کدوم ناحیه ها؟ ناحیه های 10, 14, 7 و 9 داره و یک ناحیه دوم، یعنی کلن جایی که سبز میزنه که با داره و جایی که ساختمان کلن قرمز شده آسیب پذیر یا متروکه. بنابراین این نقشه باید رو از این کار بشه، ساختمان ها و شدیدن ضعف دارن، یعنی 20 سال که پول بیاورد هر کس عجله‌ای برفت اگر این نقشه از شاوری گرفت نگرفت خب بسا فوندیشن خاک از این چک کرد نکرد بسا ستون بله دو تا وقتی که بعد اون گفت دیگه پول دارم بری اگر دیگه خود شما خود اول این بله دو تا وقتی که دید دو تا وقت دیگه چی گفته بله از چه کرد یا به قرار دو بله خانه زده بود دو تا وقت دید که این کرایه ها 15-20 هزاریه بود دو تا وقت دیگه هم بله از میزنه دو تا 20 هزار 40 هزار. ببینید اینها باعث شد که این نقشه سخت مداخلت سخت در بیه بحران رو نشون میده در هرات. اگر ما زلزله داشته باشیم که بیشتر باشه قوی تر باشه، همین زلزله زندشان همین شیشه سرشتر اگر مرکز از به هرات خدا اینا کرده یا باشه
شما فکر کنید با همون با خاطر اینکه از نقطه که زلزله شروع میشه هرچه ما میایم بیبر انرژی از اون کمتر شده میره. یعنی مثلا به هرات دیدن شاید اگر فکر کنه که مرکز بوده چهار رشته بوده، اگر مثلا همه یالت ساختمان ها همه معیوب شد، بیشتر ساختمان ها معیوب شد. خب تیک کنیم و در نتیجه افغانستان در حاشیه پلت اوراسیا قرار داره، این پلت بالای پلت هند یا هند بالای از این پلت فشار وارد میکنه. در افغانستان در طول تاریخ از این شکستگی ها ایجاد شده، این شکستگی ها فعلا در هرات استعداد بالاتر نشون داد و انعطاف نشون داد، ضعف نشون داد و بشکست، باعث شد که طی 1200 سال به این طرف که ما زلزله نداشتیم شاید یک زلزله باشیم که انرژی ها زیاد جمع شده بوده، لاک شده بوده، منطقه هم یک نمچه خطا خورد. سه چهار تا شکستگی با سه چهار تا انرژی، الحمدلله که همین سه چهار تا انرژی، همین انرژی زیاد بین سه چهار تا شکستگی تقسیم شد. اگه اینا همه جمع میشد در یک شکستگی، وقتی که باز یک ضایعه بزرگ انسانی اتفاق افتاده. و هرات از 1200 سال به این طرف آرام بوده و فعلا ما آرام شد، هم از لحاظ ساخت و سازها و هم از لحاظ ذهنی هم مردم نارام شدن. رشد بیدویه و خودسر روند ساخت و ساز یا صنعت ساختمانی در هرات طی دو دهه گذشته ساختمان ها رو محیط های به قوه ناامن تبدیل کرده. از اینکه ساختمان محیط امن و محیط آرامش باشه برای ما و شما، این روزه یکی از تجربه های اصلی ما همینه که ما چیکار کنیم. و چندین دهه در شهر هرات دارای بیشترین نقاط فرسوده و متروکی شهری بوده و این ده هم شامل هزارها ساختمان میشه که مردم در حال حاضر در اونا دارن زندگی میکنن. باید هرچه زودتر بالای گوسر هرات تحقیقات میدانی صورت بگیره و نتایج ازش ساخته بشه. هرچه زودتر باید دولت تیم تشکیل بده، از کابل، از ریاست معادن و پتروریم هرات، از ریاست سروی جیولوژی، بالای گوسر هرات از ایرانی ها کمک بگیرن، از کشورهای دوست و همسایه کمک بگیرن. بالای گوسر هرات باید شدیدن چیشه به صورت عاجل اطلاعات و معلومات صورت بگیره، سروی بشه، تا اینکه ما ببینیم که این دیگه کجا مستعد شکستگیه و خود خود مسئول کنیم. مثل اینکه در آیسلند کل یک شهر تخلیه کردن. متوجه؟ همین ها چی میفهمیم چیکار میشه در آینده؟ اگه همون توی یک زلزله خطرناک اتفاق افتاد خدایا کرده در نزدیک هرات باشه، اگه این شکستگی ابتدا پیدا کنه بیره به سمت شهر، خب میتونه یک تراژدی انسانی خلق کنه. روی از این اساس مطالعه از این یکی از وظایف تحقیق ناپذیر دولت و نهادهای که در سایه برای راستا کار میکنه. در این چندین سال متاسفانه توجه بیشتر به ظاهر ساختمان ها، ساختمان ها وارد این با واقعیت بده شما بود، ساختمان های آرایش شده اید مثل این که آرایش میکنن خود میرن که زیبا مرد میشن. این ساختمان ها از داخل و بیرون آرایش شده، اسکلت از اینه هیچ نیه. ساختمان رو ساخته 15 لگ مصرف کرده یا 10 لگ مصرف کرده، 5-6 لگ میدی که رسیم داخلی و بیرونی مصرف کرده، فقط اون زیباتی ها که در رنگ و رخ داده هیچی. ساختمان میبینی عجب ساختمانیه. وقتی که این همین آزمایش زلزله خفی که ما نشون داد که این ساختمان ها فقط آرایش شده دیگه هیچ کمال اینا نداره، ضعیفن، ضعف سازه‌ای دارن، برای ما خطر میتونه ایجاد کنه. میباید ساختمان های معیوب، معیوب یعنی همزه بررسی بگیر بشه، یک تیم باید دولت تشکیل بده تمام ساختمان ها رو به صورت اصولی منظم طبق یک برنامه همه سطح دیتابیس شه، ساختمان های ضعیف شناسایی شه، اونا دولت یک برنامه تیار کنه دراز مدت یا در کوتاه مدت اونا رو ترمیم کنن یا حتی اقل مردم رو تخلیه کنن. ساختمان یا رک پینجا شست میسه ساختمان ها کلیه در ایران شما میره کلام میکنه یه چی خواهدن رنگ رو روان کده تیار کده ساختمان های بساز به فروش به شما میگه میسازه برای فروش برای خود خود میسازه شما میره میخره چی خواهد دارم از نقشه ها از اون مشخصات هده هیچی شما وقت میبینیم ساختمان آرش کرده رنگ رو داره دیگه هیچ. به یه ارتباط تمام ساختمان ها باید برای بررسی شه، برای ساختمان های یعنی نقشه جامعه از طرف دولت آماده بشه و بعد اون در دسترس نهایی ها قرار داده شه. شما که میرم کرا میکنیم و که دوزن بگیم این ساختمان تحت کدوم کتگوریه، میتونم امنیت کنم و به چه آخر سه چهار تا طبق خوب آن اونجا بسنم. و در ساختمان ها بیشترین افراد آسیب پذیر در طول روز و در شب وجود دارن، افراد مسن، اطفال، زنان، اینا داخل خونه هم 24 ساعت داخل خونه ما شما که حداقل بیرون میریم. اینها ضعیفترین افراد جامعه در
خطرناکترین موقعیت جامعه قرار دارد. بنابراین توی از یک برنامه باید جامعه تیار بشه و کار بشه. زلزله هرات درس شد برای ادامه ساخت و سازهای هرات و در خود هرات و در کل کشور. خب تیرشیم و پیشنهادها باید سمینارهای بیشتر تدویر بشه، کنفرانس تدویر بشه، از سایر حوزه‌ها دعوت بشه، باید تحقیقات چندین رشته‌ای که بحث امنیت زمینی از این مطرح باشه، بحث مسائل زیست‌محیطی مطرح باشه، بحث اجتماعی مطرح باشه، بحث تخصصی مطرح باشه، ایجاب میکنه که من پیشنهاد میکنم پانتونای هرات از حوزه‌های مختلف یک کنفرانس تشکیل دادن برای مردم و برای سایرین معلومات بدن. ایجاد دپارتمنت های فعال و فارغ‌الده انجینری زمین‌شناسی. ما در یک حوزه کلان مثل هرات، قطب اقتصاد افغانستان، قطب باستانی افغانستان، قطب معدنی، قطب اقتصادی افغانستان، ولی یک رشته حداقل در حد یک دپارتمنت ما نداره که در راستای زمین‌شناسی معادن زمین‌شناسی اینا ایجاب میکنه که ما هرچه افراد آگاه‌تر در جامعه داشته باشیم میتونن بهتر عمل کنن روی ساخت و سازها و غیره. تطبیق منظم و روزگیری ماستر پلان شهر هرات توجه به ساخت و سازها یعنی جلوگیری از ساخت و سازهای خودسر، سپردن پروژه های ساختمانی به پیمانکاران حرفه‌ای. وقتی شما پروژه میده خود نقشه دست بنا دیگه از چی انتظار داره؟ و بررسی سطح ایمنی زیرساخت‌های شهری. مرحله بعدی که تحت خطر بندهای آب که در هرات تاسیسات آب، بارمنزل‌ها، بیمارستان‌ها و غیره، خصوصا بیمارستان‌ها و مکاتب، بیشتر ساختمان‌ها برای مقاصدی که طراحی شدن استفاده میشن. مکتب خصوصی طرف باز کرده رفته یک تعمیر کار. خب او تعمیر برای رهایشی ساخته شده، شما میره 200 300 500 600 هزار نفر میره داخل. این به یک محیط ناامن به قوه میتونه که صدمات خیلی خیلی خطرناک ایجاد کنه. ما گزارش های داره که معلم از شاگردها خب به چای 7 سال جلو ته فرار کرده. خب گناه از اونم دیگه. در تمام دنیا گفتیم برای اطفال تا تمام ستون در مقابل زلزله آموزش داده بشه. ما خود ما در مقابل زلزله نمی‌دونیم چیکار کنیم. خب معلم هم که فرار کرده 30 40 تا بچه‌ای که مثلا فرزنده اون چیکار میشه؟ تا همیال اگر آثار روانی از او وجود داره. ما با رفته بودیم به قریان به همین 3-4 رفته بعضی که آمده این بچه به ساختمان نمیرم داخل نمیرم نمیرم داخل یا رفت خود کشا خانم کن گفت باشه فرار کن. یعنی اینقدر یک فشار روانی خصوصا روی اطفال وجود داره. اینا ما باید مدیریت کنیم و این رو کم کم بیویه بدیم از نشر و پخش اخبار رو به چی علاوه بر اینکه خود ما در دل خدا داشته باشیم حراس از زلزله و تنمیر از اون و در این سنگینی بار مگر از روی اطفال و روی خانوم ها خصوصا که بیشتر تبصره میکنم و امی هنگ زلزله میشه 500 نفر زنگ میزنه یک خانوم که الله زلزله شو شما بفهمید شما نفید همون هم تمام ایراد پخش میشه. و بررسی سطح ایمنی از اینا بندهای آب در چنین مواقع میتونه تحت خطر باشه چون زلزله ها سفره یا مخزن آب ارتکان میده ممکنه رانش کنه. رانش سنگ ها و چیا داخل آب موج تولید میکنه، موج میتونه به سد زدمه بزنه در کناری که خود سد توسط زلزله میتونه سیگنال پیدا کنه. و تشکیل تیم های تکنیکی بررسی گسل شکستگی هرات، ترکیب از اساتید دانشگاه و متخصصین ریاست معاون کنترلی از هرات، بحث سروی جیولوژی افغانستان و غیره که بیان روی گسل هرات کار کنن، نقشه بدن و پلان بدن هرات را ما مطابق از او آماده بکنیم. دیگه من حرف ندارم، توجه شما تشکر میکنم. فقط در آخر جناب استاد پروژه صدافا در حد 5 دقیقه اگر بتونن چی کنن که باز ما بتونیم یک تصویر داشته باشیم که ما برای ساختمان های خود در آینده چی کار میکنیم. دیگه من تشکر میکنم. سوال شما را من میگیرم اگر جناب استاد باید دو تا سوال داشتون بگی کنم نوانا سخنان شما بسرکت توجه شدم گسل ایراد شکستگی ایراد که هسته در حالت پیش آماده را به نظر به تحقیقاتی که شما داریم یعنی در حالت از اینه که خوریله میکنه یعنی تحقیقات نشده چون شما گفتیم باید تحقیقات کنم. سوال دومی که همی در تحقیقی که ما دارم 2 تا 5 متر همی سطح آبهای زیرزمینی ایراد از چوها بلند شده نظر به اولستادی ها میده تحقیقات دشون همه آب این محبتی خواب باشه یاده که این دیشتن این چی حالت داره؟ خب سوال اول شما
گسل هرات گفتیم این همین شکستگیه که گسل یا شکستگی بین دو تا کتله یک کتله و یک کتله به هم اینا در سایه از اینا یک شکستگی ایجاد شده اینها یا به هم نزدیک میشن یا گاهی میفتن یا ایاله در حرکت میکنن در گسل هرات گسل اصلی که شامل شده بود در حاشیه از این چهار تا شکستگی دیگه اتفاق افتاده این بستگی به فشارهایی داره که از سمت پلت هند به جغرافیای افغانستان وارد میشه فعلا همون حجم انباخته شده ای که طی همین چندین صد سال ذخیره شده باشد بوده فعلا تخلیه شده و این باز یک زمان میبره تا اینکه انرژی تخلیه بشه اون منطقه هنوز لاکه یک دم باز خطا میخواد حالا اینکه این چه وقت اتفاق افتاده خدا میدونه به همین خاطر ما میگیم رو گسل هرات بده چیشه اونو عکس های فضایی میگیرم در واقع اسکن میکنم همین زمین هرات جغرافیا هرات پس توی بلندی ها چه میکنم توی توپوگرافی بعد چک کنم که بعد از زلزله چی اتفاق حتی بفهمم که همین نارمال فالت بوده یا ریورس فالت بوده یعنی یک کتله بالا آمده یا پایین افتاده جغرافی های همین سم پایین آمده یا بالا آمده این مطالعات روی همین خاطره که اگه نقشه به دست بید آیا سمت حرکت شکستگی ها به طرف شهر هرات یا به بیرون به اون سمت ها برسوی یا بید یک بحث دیگه در مورد آقا همین که تکان میخوره زمین دیدن یک کتله کلن بالا میرن او بالایی ممکنه دمه، بیست متر، سی متر، بیشتر کمتر باشه یک ساحه وسیعی با خود خود بالای پایین میکنه همون لیور آب زمینی فعلا توسط همین تکان ها بالا آمده یا ممکنه که آره به تصویر باید باشه ما چند تا لایه داریم که لایه های بدون آب و لایه های آب داره درسته؟ ممکنه چیکار شده باشه؟ لایه های فوقانی که در طول همین چند سال آب از اون ما تخلیه کردیم کم شده میده پایین آب میشه از لایه‌های پایین ممکنه شکستگی ها آب بالا بذاشه این لایه پر شده باشه بالا ما میکشیم میبینیم سطح آب 4 5 6 به دم گاهن اتفاق میفته در طول زلزله ها سطح آب پایین میشه در جریان زلزله اگه دیده باشه آب گلالود میشه تا چندین روز گلالوده کیفیت و کمیت آب تغییر میکنه حتی گفتن درجه حرارت چشمه ها ممکنه تغییر میکنه همین ها هم که سوال شما نگید که کم میشه میشه باید ایده نمیشه تئوری بذاره چون عوامل پشت از اون مختلف ممکنه یک دایره کنم بالا آمده باشه ممکنه شکستگی ایجاد کرده باشه از این لایه آمده باشه آب لایه قبلی تزریق کرده باشه تزریق شده پر شده باشه ممکنه که موقتی باشه ممکنه که بعد بیشتر احتمال از این که دائمی باشه تا اینکه باید استفاده میشه و کم میشه آوای زمینی و میادت وجود داشته باشه همین هم جای داره که بعد مطالعات زمین‌شناسی در حوزه آب‌های زیرسطحی یا زیرزمینی انجام بشه دیگه اگر سوال چیزی نیه من از خدمت شما مرخص میشه جناب استاد یک جنبندی میکنن دیگه والله خیر و خیر شما خیلی خوش آمدید متشکرم از استاد واقعا بحث خیلی کامل و جامع و به صورت هر نظر کردیم که به صورت معلومات ما واقعا اضافه شد موضوعاتی که همین مطالب ما آشنا نبودیم و در انجینری موضوعات زمین شناسی مطرح هست ولی نه به این جزئیات این شکل نه خب جا داره که از این وقت انجینر سایبا بیشتر رو انباشا مطالعه کنم شاید که یعنی ضرورت به این هست که هم تخصص بخش زلزله شناسی و نصاب فاکولتی انجینری هرات اینا شامل بشه و بحث به اصطلاح بیشتر به انجینرها چی کنن که انجینرها بیشتر توجه کنن به اصطلاح بخش از کارسازی امیدوارم که از این بعد مردم هرات حداقل بیشتر به انجینرها اعتماد کنن و بعد انجینرها بیشتر توجه کنن به روی مقایسه‌سازی ساختمان ها که هر دو یعنی هم مردم و هم جامعه تخصصی بیشتر توجه کنن که انشاءالله در آینده ما شهر ایمن داشته باشن اگه سوال نداریم فقط ما در تمام موضوعات استاد گفتم که مثلا اثرات ساخت زلزله بر روی ساختمان ها چی اثرات به چی شکل هست خیلی جامع توضیح دادم یک توضیح میخوام در باره پروژه ساختمانی سرابون ما ناظر به اون پروژه هستم پروژه دو عامل مهمی که در ساختمان در اثر فشار یا بار زلزله میتونه تخریبات وجود بیاره دو عامل مهمه استاد یک توضیح هم دادن در باره از قواها چی رو تاثیر میکنه قواهای عمودیه که ساختمان دی حال از ضربه میزنه که اولین موقعیت مثلا تحتاب یا البته خاک زیر تحتاب تحت فشار قرار میده و ساختمان میتونه چه کنه
رومیزی حالت میتونه تحت فشار قرار بده. اگر تهداب ساختمان و خاک زیر تهداب ساختمان ضعیف باشه، ضعیف عمل کنه، بار ساختمان میتونه به حساب نشست و بر سر نشست ساختمان بشکنه یا یک قسمت از ساختمان فرو برسه. به خاطر از این کار جامعه انجینری تمام متخصصین اولین کاری که میکنن تمام ساختمان من بعد باید که تست جیوتکنیکال ساختمان از خاک زیر تهداب باید یک تست به نام تست جیوتکنیکال داریم ما. بعد از اون تست گرفته شد. این تست هم چاهای گمانه ای زده میشه به عمق 20 متر تا 30 متر چاه زده میشه و خاک به اعماق مختلف زمین آزمایش میشه. ببینید اگه اصطلاح عامی هست میگن تهداب رو میکنیم به سختی میرسانیم. اون سختی اولی او خیلی مهمیه که مثلا شما تهداب ساختمان رو روی جای سخت بگذاریم. نه، شما عمق همو طبقات خاک رو توضیح دادن تا همو عمقی که تأثیر زلزله و وزن ساختمان میتونه روی از این تأثیر بگذاره تا همو عمق حداقل 20 یا 30 متر مدام مطالعه بشه که بعد از این یک متر چی نوع خاک اونجا وجود داره، آیا ریگ، آیا سطح آب، آیا زیرزمینی بالا یا پایین، اینا باید مطالعه شه. به این خاطر اگر اون خاک‌های زیر سطح ساختمان خاک ضعیفی باشه یا سطح واتر تیبل آب بالا باشه، به خاطر مقایم سازی از خاک باید یک تدابیر باید گرفته شد. به ساختمان پروژه سرافا ما خاک از روی که تست کردیم سطح آب‌های زیرزمینی هم بالاتر بوده هم که ما خیلی پایین رفته بودیم. ما تا عمق منفی 13 متر ساختمان پایین رفتیم. فعلا ساختمان 3 طبقه در زیر زمین پارکینگ داره که ما تا عمق 13 متری پایین رفته بودیم. خاکای پایین خیلی خاکای ضعیفی بود و سطح آب‌ها بالا بود. به خاطر تخلیه از اون ما در سطح 4000 متر مربع فضای خود این ساختمان در حدود 470 دانه چای کانکریتی ما داخل از این زیر تهداب از ما بخور کردیم و کانکریت داخل از پمپ کردیم داخل این چاه‌ها. چاه‌هایی بود به عمق به قطر 8 اینچ و عمق 7-8 متر تا 12 متر. نظر به خاکی که ما تست کردیم کجا خاک تا چی عمق ضعیفه. کانکریت داخل از پمپ شده خاک ما چاکر کاملا مشبو کردیم و خاک رو تقویت کردیم. این اولین کار رو با ساختمان انجام دادیم بعد از تست خاک زیر تهداب. بعد از اون نظر به مقاومت وزن خود ساختمان که شما انجینیر ها خوبصی آگاه این قضیه، نظر به وزن ساختمان و نظر به مقاومت ساختمان در بارهای افقی تهدابی که بسید در نظر گرفته شده مد فاندشن یا فاندشن گسترده بزونه یا ما که تمام سطح 4000 متر از این ساختمان کانکریت به عمق 1.4 یا 1.40 سانتی کانکریت ریزی شده، دو جال سیخ 22 میلی به فاصله 15x15 به دو جال اصطلاح سیخ بندی شده و کانکریت ریزی شده. مد فاندشن یکی از خصوصیت های مد فاندشن اینه که ساختمان از لغزش یا حرکت به یک طرف به ساختمان رو به صلاح چی کردن جلوگیری میکنه و ساختمان از در موقع وقتی که بار زلزله رو از این میاره حساب نمیگذاره که این به صلاح همین فشار زلزله همین فریمای به صلاح همین ساختمان از همدیگر جدا کنن یا همین ستون ها به صلاح ما وقتی که ردیف ستون چی میکنیم هر ردیف ستون رو به عنوان یک فریم تعریف میکنیم ساختمان. وقتی که بند فاندشن زیر از ساخته میشه این فریما همدیگر به هیچ عنوان دیگه از همدیگر چرا جدا شده نمیتونه چون این اون به کنگریت شما نگاه کنید با این حجم از اصلا سیخ گل داده بوده که این ساختمان ستون ها از این فریم از این کاملا به اصلا در مقابل زلزله دیزاین شده به ترکیه دیزاین کردن و در مقابل 9.4 ریشتر زلزله این میتونه مقاومت بکنه انشالله اگر که خدا نکنه که زلزله بیه و همچنان فضا از این شکل در نظر گرفتن که اگر یک زمان زلزله های شدید در اطراف همین حساب منطقه صورت میگیره تا حجم 10000 نفر که بیه داخل این ساختمان به عنوان جای ایمن چون منطقه تجاریتیه کاملا ساختمان هم دیگر بسته یعنی شما داخل سرک هم اگر به اون منطقه بیه داخل سرک هم حتی ایمن نیم شما امکان داره ساختمان برزه روش شما برزه. پس به خاطر از این شکل حساب در نظر گرفته شده که خدای نخواسته اگر زلزله با 8 ریشتر بالاتر اینج صورت 4 طرف از اون رهبرهای بسیار قوی با استاندارد بالا در نظر گرفته شده اگر زمان زلزله میاد شیشه بتونه راحت حرکت کنه. اولا شیشه ها لمنت دو شیشه با هم دیگر به اصطلاح پرس شده و شیشه ها کاملا سکیوریته. اگر زمان شیشه ها بشکنم شیشه مثل پوت ولی میریزه
شیشه که ما و شما به ساختمان خود داریم تکه تکه میشه. خدا این خواست یک تکه از شیشه اگر پایین بیا از ارتفاع فکر کنیم 5 یا 6 طبق میکن داره که چند نفر هم یک شیشه بخوره از بین بخوره. و زلزله بیشتر از مردم ها که از آسیب بینیم خود ساختمان میه که میرزه. اجزای ساختمان ها که ساختمان مردم را آسیب مینه و از دست بین میبره. تکه شیشه یک استاد گفتم ضعیف ترین ساختمان های اجوریه. اگر این ساخت زرگی که مردم میزنن که من